عزیز، منم شما رو دوست دارم، همه مخاطبان مهربانی که وفادار هستند و همواره همراهی میکنن ما رو. امید ما شما ها هستید. به هر حال دلگرمیمون به کسانی هست که انقدر مهربان و همراه هستن، با وجودی که مدت طولانی لایو های ما برقرار نبود، ولی از موقعی که شروع کردیم دوباره شکر خدا همه همپا همراه هستن. خواهش هم اینه که عزیزانی که دارن لایو رو میبینن، اگر همزمان توان اینو دارن که از یوتیوب ببینن، ترجیحاً از یوتیوب ببینن تا اینستاگرام. امیدوارم صدا کیفیتش خوب باشه. اگر صدا کدام پرابلمی داره بفرمایید تا من یه فکری بکنم. مهمانمون کیه؟ یاسر عزیز، امشب مهمانمون استاد بزرگوار جناب آقای مولوی حبیب الله حسام هستند، رئیس شورای علمای افغانستان که شامل 30-31-2 ولایت هست، 31-2 استان، رئیس شورای اخوت، رئیس شورای مجاهدین پنجشیر و از اعضای برجسته جبهه کرده بودم که بگم. با توجه به اینکه کمی امشب برنامه های من به هم ریخت، تلفن 51% بیشتر شارژ نداره، نگرانم که اواسط برنامه دچار مشکل نشم، لذا زودتر میرم سراغ. من خواهش میکنم که مولوی صاحب درخواست بدن که من بتونم اضافه شون بکنم. امشب گفتنی های زیادی داریم براتون، سوالاتی و نکاتی رو انشالله با هم بحث خواهیم کرد که شاید تا به حال جایی گفته و شنیده نشده. سوالات بسیاری شما فرستادید در کامنت ها، در بخش خصوصی اینستاگرام، در یوتیوب، به طور مشخص در واتساپ و اینها، دوستانی که شماره تلفن منو دارن. سعی میکنم فرصتی ایجاد کنم که تمام اون سوالات از جناب مولوی صاحب پرسیده بشه. باز خواهش میکنم اگه صدای منو میشنوید، مولوی صاحب زحمت بکشید درخواست بدید تا من اضافه کنم شما رو. البته من دارم اینجا، اگر آمادگی باشه میتونم الان من درخواست رو بفرستم. خب من اینجا دارم، من درخواست برای مولوی صاحب میفرستم. قبل از اون خبرها رو شنیدید، مهمترینش حمله‌ای هست که در پاکستان اتفاق افتاده، بیشتر از 20 نفر از دست کم 23 نفر در حمله افراد مسلح به یک مجتمع پلیس در شمال غرب پاکستان کشته شدند. حمله با هجوم یک خودرو پر از مواد منفجره به یک ساختمان در شهرستان اسماعیل خان، دیر اسماعیل خان در نزدیکی مرز افغانستان اتفاق افتاده و به دنبال این اتفاق یک گروه شبه نظامی احضار شده. این کشمکش ها کار پاکستان رو سخت میکنه و تازه داره پاکستان میفهمه از اون ماری که خودش رو پرورده که نیش هایی ممکنه بخوره. هنوز اول کاره، هنوز اتفاقات بسیار هولناکتری به نظر من در انتظار پاکستانی ها هست. هزار باده ناخورده در رگ تاک هست. دوستان پاکستانی هنوز نمیدونن چه کار کردن، چه بلایی سر خودشون آوردن. خب استاد بزرگوارم جناب آقای حسام تشریف آوردن، من تقاضا رو براشون میفرستم. امید دارم که اینترنت مشکلی نداشته باشه، ما بتونیم تا پایان گفتگو با آسودگی کامل و با همین کیفیت کار رو ادامه بدیم. السلام علیکم مولوی صاحب، بسیار خوش آمدید، شبتون بخیر باشه. بفرمایید، سلام علیکی دارید، نکته‌ای دارید بفرمایید تا من سوالات رو شروع کنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر جناب استاد، شما خوب هستین، بیننده ها شنونده ها هم خوب باشین انشالله و خیر و سلامت باشین. زنده باشید. خیلی ممنونم با همه گرفتاری هایی که دارید. طبق معمول محبت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی زود من شروع میکنم.
اگر نکته‌ای برای شروع دارید استاد بفرمایید، وگرنه که من برم سراغ سوالات و بحث رو شروع بکنیم با هم. اختیار از شما جناب استاد، ما در خدمت هستیم. فعلا اینجا برگزار میشه یک کتابی که شهید دشتی در مورد عامر صاحب نوشته، اون کتاب رونمایی میشه به خط سرلیک، اون کتاب منتشر شده. یاد شهید دشتی بخیر که از محبوب ترین چهره های مقاومت بود، باشه که از یک فاتحه قرائت بکنم. مطلع هستید در برای مقاومت آیا ادامه دادنش درسته؟ آیا مسیر درستی رو داره با مقاومت میره؟ بعضیا بحثشون اینه، نظرشون نگیره که چون داره در حوزه دیپلماسی تلاش میکنه تا نمود بیشتری داشته باشه نشستا نتیجه. تشکر آقای دشتی، ایواز از اونا رو خدا با بعد و پیمانه که بسته بودن با خدا و مردم خود ادا کردن و جام شهادت نوشیدن. نوبت به کسایی است که اهداف مقدسی که نجات و آزادی مردم ما نست مبارزه کنیم. خدای متعال او را و امرانش و شوهرشی رو تخار خوابیده هستن. الله متعال امره از اونا معامله را انجام بده، رحمتی به پایان زندگی با سعادت نصیب بگردانه. باور ما به سوالی که شما داشتین، این کسانی که در حوزه سیاست فهم سیاسی دارن، علم سیاست هم میفهمن، هیچ مقاومت نمیتونه در سنگرها باشن. ما 30 سال طالبا جنگ کردن، بلد هستیم. زمستان میرفتن در خوابگاه هایشان. زمستان یک منطقی است در اختیار جامعه همی است که مقاومت با دو بال حرکت کنه، بال دیپلماسی و سیاسی و بال نظامی. بال دیپلماسی و سیاسی در این حرکات های سگانه یا اجلاسی که در مسکو دایر شد، متصل از او در تاجیکستان دایر شد، متصل از او همصدا در ویانا دایر شد. به برداشت بنده این حرکت واقعا حرکتی بود که چند تا مفاد کلان داشت. یک، ثابت شد که طرف معادله سیاسی دوباره مقاومت است، هیچ کسی دیگر نیست، نه حزب، نه جریان و نه جبهه و نه گروه طرف دشمن قرار نداره. فقط طرف معادله مثل گذشته مقاومت قرار داره و مقاومت هم در میدان سیاست محور اصلی را تشکیل میده و هم در محور مبارزه نظامی. این یک مفادش بود. مفاد دومشی بود که ثابت شد که کشورهای دنیا تصمیمشان بمی شده که دیگر طالبا را بگویند که فرصتی براتان سپرده شده بود، فرصت دیگر به پایان رسیده، با دوام دادن با شما دیگر مجال نیست، باید روی مثلا آوردن امنیت و آزادی و اینها برای مردم افغانستان فکر شود. سوم مفادی از این قضیه در تشکیل یک وحدت و انسجام بود که ما و شما همزمان در تهران هم یک مجلس داشتیم، در دوشنبه هم بود، در مسکو هم بود، در ویانا هم بود. همه اینا از تنوع افراد و شخصیت های سیاسی فرهنگی برخوردار بودن و تنوع شخصیت های قومی در این جلسات تبارزی برجسته داشت. البته آغاز کار کاستی و نواقص خودم می داشته باشد، به مرور زمان اینا همگی به سوی تکامل می روند. فضای همصدایی را در جامعه ایجاد کرد. چهارم مفادشی بود که به دنیا تانست بفهمانه که دیگر طالبا به عنوان یک گزینه یا به عبارت های مثلا که واقعیت تک واقعیت ها در جامعه ما نیست، داره که صاحب ملک هستن، وطن هستن، جامعه هستن، مردم هستن. این در این حرکت سیاسی در 3-4 مرکزیتی که جلسات منظم گرفته شد و همصدایی شکل گرفت، همسویی به میان آمد، صدای مردم به گوش جهانیان رسانده شد، خیلی مفاد داشت نظر من نسبت.
عرض شود که ما امشب سعی میکنیم یک سوال از سوالات خودمون رو بپرسیم، بین سوالات یه سوال هم باز از سوالاتی که شنونده ها و بیننده ها فرستادن، از عزیزانی هم که از این به بعد به ما اضافه شدن خواهش میکنم اگر سوالی دارن در یوتیوب میتونن اونجا بنویسن، دوستان ما میبینن بعد برای ما میفرستن، اونجا من دریافت میکنم از طریق دیگه. عزیزانی هم که دارن از این استام رو میبینن در بخش پرسش ها سوالاتشون رو بفرستن، من رو سریم از مولوی صد میپرسم. برای عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدن باز مجددا بگم افغانستان و رئیس افغانستان. مولوی صد، در مورد یک سوال که مرتبط با مطلبی از شما هست، من دیدم حالا شاید میخواستم دیرتر این سوال رو بپرسم، اما بکردم از اینجا شروع بکنیم بعد سوال اون برادری که گفتم یک سوال از سوال خودمون رو بپرسیم، یک سوال از شنونده. اون برادر البته سوال کرده، بذارید سوال همون رو بپرسیم. گفت از مولوی صاحب بپرسید که با توجه به این که مسئولیت شورای علما رو دارن، چرا در جذب نظر علمای جهان اسلام به جبهه در واقع کوتاهی صورت گرفته، یا به اندازه موفقیتی که طالبا داشتن؟ علما رو از انگلیس آوردن و از اندونزی آوردن و از عربستان آوردن. سوالشون این بوده چرا با توجه به اینکه ریاست بخش علمای مقاومت رو شما دارید، در جذب نظر علمای سنی و شیعه به مقاومت مجموعه جبهه شما موفق نبوده یا کمتر از طالبان موفق بوده؟ در این باره اگر توضیحاتی بدید. البته من بخشی رو اطلاع دارم که مثلا برای مراجع اعزام شما سفرهایی داشتید برای دیدن مراجع، هم خیلی مهمه بپرسم. تشکر محترم از پرسنده که شما کرده، خیلی سوزانه پرسیدن. موفقیت های ما داریم که طبعا جامعه در جریان نیست و مشکلاتی هم داریم که جامعه ضرور نیست که در جریان باشه و مردم بدانه، ولی ما رابطه بسیار خوبی با علما ترکیه برقرار کردیم، خصوصا با محور دیانت و همچنان با علمای سعودی، با علمای مثلا امارات، با علمای اندونزی و مالزی. تقریبا به حیاتی که کابل میره با ما هم در تماس هستیم، با تعداد بعد از برگشت ما در تماس هستیم، تعدادی هم در رفتن. با علمای هندوستان رابطه خوب برقرار کردیم، با علمای بخشی از پاکستان ملاقات های بسیار سازنده داشتیم، با فرصت های طول تعارف بود، رساندنی پشده. شکی نیست که مقاومت یک جریان نوپا است و مقایسه یک ظلم و تعدی و تجاوز آشکار توسط جریان تکفیری طالب و متعصب قوم پرست که بیش از ملیشه بایدن و ترامپ نیستن، اینا به وجود آمد. این مقاومت از احساس درون جامعه و از دیانت مردم و از روند تاریخی مردم به وجود آمد. این مقاومت شکلی نبوده که یک نظام مثل نظام جمهوریت بوده یا مثلا نظام داشته. همه اساس مقاومت در زمان جمهوریت که از مقاومت اول بود، پایه‌هایش از بین برده شده بود، آثارش از بین رفته بود. حتی این چیزی نمیخواستن از مقاومت در جامعه زنده ببانه. طور پیش آمد شده بود که دولت اسلامی و مقاومت اول و جهاد باید آثارش در جامعه باقی نمانه. تا حد زیاد موفق بودن. حضور امریکایی ها، حضور دار به انداز کافی نه امکانات داره. معلوم است که ضرورت های مختلف دست ما را گرفتگی است. اما آنچه کار لازم بود، البته ما هنوز رسانه مقتدر هم نداریم، شاید هم بس علما لازم نمی بینن که مثلا در چهره رسانه حضور بیاوند. کارمان ما الحمدلله انجام دادیم، ولی معنایش این نیست که کارمان کاملا موفقانه انجام شده. به دلیل موانع و به دلیل مشکلاتی که داشتیم، ما هم مدعوان است
از همه بخش‌های علما هم برنامه‌اش مدون است، هم اهدافش مشخص است، هم تشکیلاتش تشکیلات کاری است و شخصیت‌ها و کادرهای بسیار ورزیده و علمای جدید و بارز در جریان هستند، از داخل تا خارج در همه جای که هستند با ما در تماس و در اینجا هستند. از این لحاظ ما الحمدلله قدرتمندترین بخشی مقاومت تشکیل میدیم، هم از لحاظ علمی ضعیف نیستن، هم از لحاظ برنامه و هم از لحاظ اهداف و تشکیلات، و بدون شک دارای مشکلاتی هستیم، کوتاهی‌های داریم، تلاش میکنیم که به فرصت‌های نزدیک انشاءالله این مشکلات برطرف شود. مولوی صاحب، توی این روزها داره یک خبرهای افشا میشه از بعضی از رفتارهای امریکایی‌ها در افغانستان که خیلی تکان دهنده است. ما چند شب پیش جنرال سری رو داشتیم، ایشان رسما اینجا گفت بسیاری از نیروهای ارتش رو در هنگامی که ما در نبرد با طالب بودیم پهپادهای امریکایی هدف قرار میدادن، و اینجا تاکید کرد و توضیح داد که در حضور خودش گفت من اونجا در صحنه بودم که جناب پیرانقل صاحب گفت پهپادهای امریکایی زدن، و این خبری که در رسانه ها منتشر شده هنوز هم موجوده که میگن ایشان روی مین رفت و شهادت رسید، اینو تکذیب کرد. ایشان گفت اصلا تیر از بالا خورده بود و بخشی از جمجمه ایشان رو از بین برده بود، و بعدم توضیح داد که چه اتفاقاتی افتاده و چطور در حالی که اینا اصلا نیروی هوایی امریکا در افغانستان برای این مستقر شده بود که از ارتش پشتیبانی کنه، ایشون توضیح میداد گاهی مشخصا اینا به ما حمله میکردن یا طالبا را از وسط محاصره ما نجات میدادن و خودشون میبردن. شما هم یه جا اشاره کرده بودید، نمیدونم که این خبر منتشر شد، در باره نقش داشتن امریکایی ها در ترور استاد ربانی. اونجا موضوع خیلی باز نشد. دفعه قبلم که به لایو ما اومدید من اصلا این مطلب شما رو ندیده بودم که ازتون خواهش بکنم این مسئله رو باز کنید، چون تا به حال اصلا بهش پرداخته نشده، مثل یک راز باقی مونده. در باره نقش امریکایی ها در ترور استاد ربانی چه اطلاعاتی دارید، چه مستنداتی، یکم توضیح بدید. تشکر جناب محترمی، سوال بسیار وقت گیر است ولی جواب مختصر میگم. ما 3 روز پیش از 2-3 تا اطلاعی داشتیم، 2 ماه پیش از شهادتش که از طرف کادرهای خود امنیت به ما داده میشد، خصوصا انجینر صاحب امین که حالی به شهادت رسید در خانه معاون صاحب ساله، در روزهای عملیات در خانهشان شد اونا به شهادت رسیدن. اونا 2 بار برای اطلاع دادن که یک بخش امنیت افغانستان رؤسای خود از ولایات برای خدمتی کابل آورده، پلان ترور استاد داره، برش خبر کنیم. ما برای استاد گفتم و استاد به من گفت، سکوت کرد و بسیار لحظات من بعد سرش بالا کرد، گفت چاره نداریم، چی کنیم، بیا توکل به خدا. وقتی در کنفرانس آمدیم بعدها ما فهمیدیم که دلایل زیادی بود. ما آمدیم در مزار یک جای بودیم، امرایش اطلاع دادن که باید راکبین از جا میگرفتن مسافران، ساعتهای دوام کرد، بعد اطلاع دادن که تیاره خراب است. حالی احساس من میکنم و برنامه ترور کستاد از اونجا آغاز بود، اما اونجا مساعد نشد. بعد از اون ما رفتیم استاد تا محمد نور که در وقت والی بودن در بلخ، آمدن استاد با جمع میمان ها هم به میمانخانه خود بردن، به میمانخانه جمعیت بردن. بعدش 1-2 ساعت بعد اطلاعات تیاره آماده پرواز است که آمدیم به طرف ایران، میدان هوایی بین المللی امام خمینی آمد، تیاره پایان شد. وقتی به هتل جابجا شدیم، یکی از مسافرین گفت که میمانای کنفرانس و یکی از شخصیت های بارز افغانستان و از جهادی ها بود. برای من گفت یک چند لحظه با ما در اتاق باشین، چای بخورین، باز اتاق خود برین. من همراهش نشستم و صحبت شد و قصه خلاصه ای که به من گفت که استاد میزنن، ترور میکنن. من گفتم کی میزنه؟ گفتم امریکایی ها. گفتم چرا؟ میگه که گفت که میگن که استاد ربانی
امی جمله را به امانت داری میگم که میگن بسیار منافق است. ما گفتیم این جمله چی معنا داره؟ گفت که میگه که در زبان بسیار آرام است ولی در دل یزی هر روز برنامه نابودی امریکا تحریزی میشه و برنامه بسیار کلان علیه ما داره. ما گفتم در چی سطح بودن این آدم ها؟ گفت آدم های کلانش، یعنی همون جنرال های مطرح که در افغانستان فعالیت میکن. روزی سیوم باز استاد شهید شد بعد از قول از اینا. ما ندانستم تا آخرن که اینا از دلسوزی اطلاع را به ما دادن و چی مرام داشتن. من اونو هنوز زنده هستم کسی که اطلاع را دادن و خودشانم از دهن مستقیم بلا روایت شفایی از جنرال های امریکای صحبت انجام داد. معلوم میشد که تروری استاد یه لحظه اینجا صداتون قطع شد. گفتین اون نفری که برای شما توضیح داده مستقیم از زبان یک جنرال امریکایی داشته اینو نقل میکرده؟ کاملا من جستجو کردم و ثقه رساندم. اونا گفتن که برای من خود امریکایی ها گفتن میزنیم. بله ها. و معلوم میشد که امریکایی ها همراه دستگاه امنیت افغانستان، همراه رئیس امنیت و بخشای خاصش شریک بودن برای استاد شهید، به خاطر از اینکه بعضی شخصیت ها هم در جریان گذاشته بودن که اونا خبر بودن که استاد امریکایی ها میزنن. با یک بار خودشم برای من گفت که ترور مجاهدین به دست بخش اسرائیلی ها است، اسرائیلی ها مجاهدین ترور میکنه. استاد معتقد به این بود که ترور سران جهادی توسط اسرائیلی ها انجام میشه که در سمیه کاریه که دنیا علی مجاهدین برنامه ریزی داره، اسرائیلی های ترور رو پیش میبرند. و خودش معتقد بود در یکی از سفرهایی که از جنوب میخواست به طرف حوزه جنوب غرب بره و از قندار هلمند به طرف حوزه جنوب غرب در حرکت بود، گفت مرا کرزه زنگ زد، غالبا در غور رسیده بود یا نرسیده بود، برم گفت زنگ زد سه بار که مرا امریکایی ها بسیار فشار میدین که استاد بخواهیم. و ما استاد اگر شما نهین امریکای ها مرا زیر فشار گرفته. گفت سفری که ما با ولایات داشتم برای دیدن مردم میخواستم برم، همه جای امریکای ها حوصله‌شان لبریز شده بود، حتی کرزه زیر فشار قرار داده بودن که با شما دولتداری نمی کنین. استاد ربانی هنوزم ملت به دست یزی است، همه جای میره ملت از استقبال میکنه. چندین بار یکی گونه مسائل خود استادم به ما تذکر داد. یک بار هم در قصر مرمرین از این صحبت داشت که وقت رئیس شورای صلح شده بود، گفت ترور مجاهدین به دست اسرائیلی ها انجام میده. و این باری اول بود که من از زبانی از اون میشنیدم. ترور استاد امرای دستگاه دولتی، امنیت دولتی و امریکایی ها پلان شده بود انجام دادن. یعنی همی کسایی که ترور را تطبیق کردن هم در حضور هم در غیاب همه اینا شریک بودن. مولوی صاحب، یه سوالی که برای من به عنوان یه آدمی که پیر شدم توی افغانستان از گذشته بوده، هنوزم برای من بی جوابه، اینه که خیلی از چهره های اصلی شما رو در اون دوره، هم در دوره آقای کرزی هم در دوره آقای غنی زدند و ما که بیرون افغانستان بودیم میفهمیدیم که اینا رو داره یک جریان داخلی میزنه. یعنی بحث این که نمیدونم یک گروه تروریستی برای عهده بگیره، اینها لطیفه بود، فکاهه بود، جوک بود. جنرال صاحب داوود سیدخیل رو زدن، آقای کاظمی رو زدن، آقای سمنگانی رو زدن، آقای ربانی رو زدن. چطور بود که اینا صمیمیترین دوستان شما، صمیمیترین دوستان همون کسایی که اون موقع معاون رئیس جمهور بودن، وزیر بودن، همه کاره بودن در دولت، اما اینا هیچ عکس العملی نشون نمیدادن. قاتل میزد بعد خودش هم دسته گل میآورد در عزای اون آدم شرکت میکرد. مولوی ایاز نیازی نمونه، چند تا از علمای افغانستان اینا زدن به صرف اینکه انتقاد مختصری از دولت کرده بودند. و همون موقع شما هم الان دارین میگین متوجه بودین که اینها رو داره دولت با همکاری امریکایی یا خود امریکایی ها میزنند. اون موقع خیلی از دوستان شما مقام های مهم میداشتن، چرا عکس العملی نشان ندادن؟ چرا نمیدونم، طبیعی بود این اتفاق رو برسه؟ بعضی مسائل گفتنش به مقاومت آسیب میرسانه،
انسان به خاطر مصالح مردم نمیگه. کلانای جهاد ترجیح داده بودن با امریکایی‌ها زندگی بکنن ولو که ملتشان امریکا بکشن، ولو که اهداف که شهیدا با خونشان نوشته بود اینها حاصلی از اونا بودن، ای هم قربانی شود، ولو که عقیده و دینشان در بدل منافعی که اینا سنجیده بودن زودگذر ای را انتخاب کرده بودن. همه می دانستند، حتی می فهمیدن با کدام گلوله داود شهید کردن، با کدام مرمی کی مولانا سیف خیلی را شهید کرده، بقیه قماندانان جهادی و سران جهاد کی می کشه. تمامی بزرگان جهاد می فهمیدن، خصوصا بود او را ترجیح می دادن در او زمان نسبت به ای که خونخواهی کنن، نسبت به ای که در پای اهداف خود دوباره استاد شوند، در پای اهداف که هزارها جوان ما با اینا شهید شده بود. تازیدن دلیل عمده شمی است که اینها پاس معنا که ترجیح دادن که با امریکا را با دادن جان و مال ملتشان امریکا را خوش نگاه کنن، چند روز اینا را در چوکی نگاه کنن. معمولا به این معنا اینا تا آخر همین قسم بودن. اگر نه یکی است که ما مبارزه میکردیم که اقتدارمان باشه، برای بقای اقتدار مبارزه میکردیم. یکی است که یک آدم عادی با شرف و با عزت که یک روز در صف جهاد و اسلام و مقاومت زندگی کرده باشه مأمور اشرف غنی نمیشد. احساس حقارت میکرد، احساس بی‌عزتی میکرد. یک زنی صلیبی، یک آدمی فرومایه خیره‌سر بی‌سر و بر و گای دیوانه، گای مست، گای مثلا در چیغ، گای در فریاد، گای هم در یک کار دیگر، با اینو چه رقم کار میکردن؟ اگر مثلا مصالح مردم میبود، اگر تدبیر و عزت گذشته در نظر گرفته میشد، یکی از کارها رخ نمیداد. اما چوکی و پل چنان جایگاه پیدا کرده بود که دیگر ملت جایگاه نداشت پیش از اینا. اینا در سیاره مریخ رفته بودن، مردم در خاکستر زمین نشسته بود. این فاصله را ما طی کرده نمیتونستیم بین بزرگا و بین ملت. فاصله بین ملت و بزرگای مثلا حوض جهاد مقاومت، فاصله بین زمین و کره سیاره مریخ شده بود. این فاصله اونا دیگه هیچ راضی نبودن پانشان. امروز هم در موقعیت هستن، با وجودی که هیچ چیز در اختیارشان نیست، نسبت به مظالم طالب خوشبین‌تر هستن نسبت به اینکه مثلا بیان استادگی کنن، مقاومت کنن. هر روز نگرم، هر روز مثلا برای خود دلیل میتراشن. و این مشکلات در اون زمان بود، در این زمان هم هست و در این صحبتی میج استثنایی هم وجود نداره کسی احساس کنه کدام شخص استثناء است. همیشه یکسان بودن در این قضیه که هر کس به انداز سهم خود فریب خورده بود، دلباخته و دلبسته و عاشق و مفتونی پول امریکا و چوکی و منصب بودن. عظمت و شرف و عزت تاریخ خود، مبارزه خود، مردم خود، خون شهدای خود، اینا را به باد فنا داده بودن و حتی رهبرشان کشته میشد. یعنی ما در مو زمان هستیم استاد شهید کس نگذاشت که ما جنازه شب خانه. هم رهبر یک ملت با عزت سرش زدن نابود کردن و هم اجازه جنازه شن ندادن. آقای کرزی برد جنازه را در ارگ با 400 نفر جنازه خوان، یک رهبری که میلیون ها پیرو داشت جنازه شن خوانده نتانست، ملت جنازه رو خوانده نتانست. و این تقصیر در کی است؟ تقصیر کی میتونه در تاریخ به دوش بکشه جز کسایی که در این نظم شریک بودن؟
و امیالی حاضر نیستن با ملتشان صحبت کنن، امیالی حاضر نیستن با ملتشان رابطه تأمین کنن، امیالی با سکرترهای مثلا جریان جنایت طالب تماس دارن، با اشکال مختلف رابطه تأمین میکنن، اما با ملت چی ندارن؟ با ملت خود تماس ندارن. این فصل تاریخ یک فصل خونین و یک فصل خیانت، یک فصل غدر است و توبه کنن خوب از دغیر از روی مصیبت آمد. امی فصل هم فصلی است که بگذارن مقاومت مسیر خود به خوبی بپیمایه و از مقاومت اگر قصد بهره‌کشی دارن و یا تخریب خدای نخواسته داشته باشن، من فکر میکنم برشان هر یکی برادرای من بفهمه قلم بیرحم تاریخ رحم نمیکنه. به هیچ کس در تاریخ رحم نکرده، با دوستای ما رحم نمیکنه، به سرنوشتشان مینویسه. استاد من در این زمینه، خب خود ما توی لایوا بارها گفتیم، درباره بعضی از اون دولت مردا تذکر دادیم، اعتراض کردیم، حتی گرم شدیم و خیلی تند حرف زدیم. اما اجازه بدید در فرمایش شما من تشکیک بکنم در دلایل شما. ببینید، بخشی از اونها وارد حاکمیت شدن به سبب اینکه به هر حال اگر نمی رفتن چه می کردن؟ باید سلاح می گرفتن، می جنگیدن، خب در مقابل اون همه نیروی خارجی که در اونجا بود کاری غیر از این نمی تونستن بکنن. نکته دیگر، حالا من اینو تایید نمی کنم، اونا شاید این در دلشون بوده که برن و کاری برای قوم خودشون بکنن. نکته مهمتر که من تشکیک میکنم، اگر اینها میدونستند که این کار امریکایی هاست، خب میدونستند که نوبت خودشون هم میرسه. یعنی واقعا شما میگین اینا مطلع بودن؟ خب مگر انتحاری نشد در نماز جنازه پسر آقای ایزدیار؟ خود شما اونجا بودین، انقریب دکتر عبدالله اونجا کشته شده بود. بعد شما میگین اینا میدونستن؟ خب اگر میدونسته ممکن بود مثلا مگه به نبیل چند بار حمله انتحاری نکردن؟ این نوبت خود اینا میشد. من تصورم اینه بیشتر جهل بوده تا خیانت. نمیدونم، شما مدعی هستین واقعا اینا همه مطلع بودن؟ خب پس اینا منتظر بودن تا نوبت خودشون بشه بعد کشته بشن؟ داشتن فابریکه خونه رو میگرفتن در ازای خون خودشون؟ حالا خون مردم رو ول کنین، چون خودشون هم در معرض تهدید بودن. یک بار من با استناد به صحبت شما، اگر اجازه بدین امی صحبت شما را بکنم، حتما و برادری هم که من صحبت میکنم میشم. من یک بار مخالفت بسیار سرسخت در برابر پیمان امنیتی نشان دادم. یک تومار بسیار کلان علما نوشته، یک تعداد تلویزیون ها صحبت میکردن، نامشان نمیگیرم، سرشان سفید و خود روشن فکر میگرفتن، طور صحبت میکردن فکر میکردی که پیمان امنیتی امضا شوه، فردا افغانستان در کپسول میروه در نیویورک، پس میای اگه افغانستان نیویورک میباشه. کاش امروز بشرمند که با اون دفاعی که میکردن چشیده و بازوهایشان با دستایشان با پایهایشان همه سلا بود. جرگه دایر بود برای من، گفت که در مدرسه ما آمد، گفت تو از وطندارای پنشیر رو چرا این کار میکنی؟ گفتم آقا چرا خشم هستی؟ گفت که اجازه شلیک مرمی به تو داده شد که تو رو بکشن امروز. گفت فرق نمیکنه، کاش من کشته شوم برای از اینکه در این پیمان من مثلا به عنوان یک عالمی که در سکوت باشم، به عنوان یک مسلمان که شریک از این جرم باشم نباشم، بهتر از کشته شوم. با داخل به کتابخانه برده باش، شاید بشنوه صدای مره. من برش گفتم که آقا در این پیمان که امضا میشه، اول پرسانش کردم مکتوبایی که میه برای شما که ترور میشه، در این ترور کیا میباشه لیستش؟ گو والا جناب مولوی صاحب میباشه، قانونی صاحب ترور میشه، مارشال صاحب ترور میشه، بسم الله خان ترور میشه، فلان فلان امیا میشه، استاد شهید ترور میشه. فقط پیمان گفت مکتوبا امی میباشه. گفتم هیچ مکتوبی آمده که اشرف غنی ترور میشه؟ گفت نه. گفتم هیچ مکتوبی آمده که مثلا احدی و مثلا فلانی ترور میشه؟ گفت نه. گفتم وقتی شما به حد مشکل دارین، حقلا من بگذارین عقیده می اظهار کنم، در این جهل نمارم. بگذارین که من عقیده خود اظهار کنم، به عنوان یک انسان آزاده در از مدرسه خود، از منبر خود، از جایگاه خود بگویم که من مخالف امریکا و مخالف توطیه امریکا هستم. شمایی که در گوشه از قضیه نیستین، هنوز مورد هدف هستین، شما خودتان جزی از پروژه هستین که باید نابود شوین،
آمده با تفنگ به سینه ما بالا شده ای که میگه امروز اجازه شلیک است که ما باید تو را بکشیم، دولت اجازه داده یا از شما را نابود میکنیم. بسیار خجالت کشید. یک سوال دیگر هم داشتم از او، در اینجا مسحر نمیگیم او را بگویم که خب گفتنش هم چندان بد نیست. میگم من گفتم که در این پیمان امضا میشه، در کجایش امضا میکنین شما؟ گفته جایش. من گفتم شمایی که مملکت تسلیم دادین، نه در فروش وطن شریک هستین، نه در خرید وطن شریک هستین، نه در معامله شریک هستین، شما چیکار هستین؟ خودت شما چی هستین که به شما مینی که ماموریت انجام بدین؟ بسیار شرمید. شرمید منتها جنونی قدرت و منصب و پیسه و اینا بود. جناب با استاد شما خود تعبیری دیپلماتیک و آرام کردن که شاید جاهل بودن، اولا جهل نبود، جهل نبود. ایره در اصول اسلامی است که مسئول در ریاست مسئولیت خود عذور داره، خطا از پیش سر بزنه، نه قانون ایره معذور میدانه و نه نظام محاکماتی ایره معذور میدانه. در حالی که در نظام هستن، نظام شریک میسازن و باز جاهل هستن به کشتن خودشان و همسنگرشان، ما ای را بگیم که مثلا اینا جاهل بودن و جهل در اینجا عذر پنداشته نمیشه و اینا مسئول بودن. مردم با اینا رای میداد، مثلا رای به اینا میدادیم، در پارلمان رای میگرفتن، در باز جامعه رای میگرفتن، اقتدار هم میگرفتن، نماینده میبودن. اما و کشتن ملتشان به مظلومیت ملت امروز واقع شد، آمد کلش خبر داشتن. اما برای از این نگفتن که امو ساعت منفعتشان از پیششان نرود. شاید کسای کجای مانده باشه که بیخبر، عادی ترین جامعه ما این سخنه میفهمن، چه جایی از این که مسئولین نفهمن. به خوبی میفهمیدن که رهبری ما را کی میکشه، همسنگر ما را کی میکشه، اقتدار ما را کی میگیره، نفاق در میان ما کی میندازه. شما ببینین امریکایی ها جمعیت با دستگاه دولت یک جای آمدن نفاق انداختن، پول مصرف کردن، پاره پاره کردن. و امروز امریکا نیست ولی نفاق هنوز مدیریت میکنن. این نفاق رهبرها در بین جامعه هم نیستن و در کشور هم نیستن، پرچمی بلند هم ندارن، تالار جلسه هم ندارن. و اگر امریکا مدیریت نمیکنه، این نفاق هنوز کی مدیریت میکنه بالای ملت رنگیده، مظلوم، در زندان، در صحرا، در همه جای زیر مثلا چکمه های استبداد مثلا اینا چه مثلا از جهل بیرون نشن که ما بگیم حال دیگر جهل سایه نیفکنده. ما از من واقعیتشی است که ایگه پا تلخ است، ولی ما دام حتی دین خدا تابع مصالح مردم است. خدا به او عظمت و کبریایی از شریعت شتابه مصالح مردم ساخته. جایی که مصلحت مردم باشه امونجا شریعت است. امون شریعت است. ما این صحبت ما نه تابع مصالح مردم میکنیم. مردم باید میدانم میفهمن. عاقلتر از ما هستن. آگاهتر هستن. باز هم بدانن که تصمیمی که پیش رو دارن، روندی را که در پیش دارن، هوشیارانه مثلا خونه هایی که امروز میدن، اینا آیندهش باز بدستی کدام آدمی مثلا شرابی و دیوانه و مستی مثلا مجنونی کدام دنیا خواد شد. این ملتی که 40 سال 43 سال خون داده بالاخره سرنوشت سیاسی اینا را کی رقم میزنه؟ این ملت باید بدانه که ملت خودشان باید رقم بزنن، اولاد شهید باید رقم بزنن، فرزند یتیم باید رقم بزنن. حق برای کسی میرن دوباره که مثلا به گذشته و به تاریخشان خیانت کردن، اونها بیان به سرنوشتشان رقم بزنن، سرنوشتشان اونها نوشته کنن. این حق شرعن و قانونن ما به فرزند شهید و اولاد شهید میدیم که اونها استاد شوند. آینده ملک خود، وطن خود، سرنوشت خود خودشان نوشته کنن و خودشان اقتدار را به دست بگیرن. این وطن، وطن شهدا و وطن مال و ملک مقاومتگرا است. دیگر نمیشه که ما مجامعه ماند. درست است که مساله زیاد داریم. در خدمت است. زنده باشید. ولی خب بسیاری از اینایی که شما نام میبرید، اینا خودشون از مقاومتگرهای برجسته بودن، زندگیشون رو در این راه فدا کردن، در دوره های
در خطوط مقدم مقاومت اول بودن. حالا ممکنه اشتباهاتی رخ داده، خود شما بسیار اوقات ما رو نصیحت میکردیم که این گپا باید بماند برای بعد از پیروزی. خب هر کس جرمی مرتکب شده اون موقع محاکمه میشه. الان در واقع اگر عده‌ای از اینها برگشتن، متوجه شدن که اشتباهاتی صورت گرفته، اگر پشت جبهه هستن و میشه در واقع اینها رو کنار هم قرار داد، ورود به این بحث ها مولوی صاحب یه مقدار کارو سخت نمیکنه، یعنی جوانترها رو بیشتر هیجان زده میکنه که اینها رو که علل قاعده باید بازخواست بشن، بیان الان بحث هایی رو در بندازن که شاید زمانش نباشه. نمیدونم، من اینطوری به ذهنم میرسه. جناب استاد، من کاملا طرفدار ام اس زینیم همی است. من میگم که شرط قبول یا ملاک قبول چیز، ملاک قبول است که با مردم استاد شویم. کل ما خطاکار هستیم. من کدام منصب نداشتم یا مثلا حلقه کدام ماموریت به گردن نداشتم، جدای قضیه است، ولی در قضیه ملک ما مردم ما خودم مسئول میدانیم. ملاک قبول عالیمی است که در هر حالتی بودن بیان در کنار مردمشان استاد شوند. یک را وجود داره که فقط با مردمشان استاد شوند. هنوز به دنبال مثلا چی نباشه، پاردبازی، مقاومت موجوده یک عنوان است که مشروعیتی از این کس دیگه هیچ نامی پر کرده نمیدانه. جایگاه ازیر، اهداف ازیر، آینده ازیر، این فراحزبی و فرا مثلا جریان های سیاسی است و یک تودی مردم با ارتباط داره، ای از خونبهای مردم است. دهی باید صادقانه هم استاد شود. اگر کسی استاد نمیشه، اگر مگر داره، اینجا است که قضیه دوباره مثلا مورد حساب قرار میگیره. اگر استاد نمیشن، ما مثلا چقدر انتظار میکشیم که برادرهای من در استاد شوند، مرد و مردم خود بگن که میدانیم که در درد هستین، در رنج هستین، ما تلاش میکنیم که در کنارتان روزی در اونجا بیایم باشیم. اصلا یا حاضر نمیشن کلمی را به خلاف مثلا مظالم طالب استعمال کنن. امی جوان امروز از چی باور کنه که اینا با ما وفادار هستن؟ ما میدانیم ما و شما که مصالح امی است که همه باید در کناری هم باشیم، ولی ما عاقبت کارم میگم و ای برای ازی باشه که اشتار کسی فکر نکنه که جامعه درک نکرده مسائل قضیه تاریخی را نمیفهمه، حوادث گذشته را نمیفهمه. مردم میفهمه. یک را داره کسایی که مثلا در گذشته اشتباه کردن بیان در کنار مردمشان استاد شوند. نه ای که مثلا حاضر به این نیستن که بگوین بالای ابروی ملا هیبت خان چی است، ابرو است، به می هم حاضر نیستن بگوین. کجا ملت ما باور کنه که اینا با ما هستن؟ کجا ملت ما به اینا معتقد شوند که دیروز فرزندای ما کشتن، امروز به ما صادق هستن؟ خب اشتباه در 20 سال انجام شده، 2 سال دیگه بوده است که با او اشتباه اینا هنوز اصرار دارن که ما به حق بودیم. هنوز هم اصرار دارن که گویا ملت نفهمیده، اصرار دارن که ملت محکوم است. وقتی استاد نمیشن، مقاومت فرهنگی دارن؟ نه. مقاومت زبانی دارن؟ نه. مقاومت پولی دارن؟ نه. مقاومت سیاسی دارن؟ نه. مقاومت مثلا جبهه‌ای دارن؟ نه. وقتی ده هیچ چیز نیست، مثلا اینجا امیر سیف اسماعیل خان است، سراپا واضح روشن یک شخصیت مقاومتی است. واضح چرا کس نیست که مثلا واضح باشد؟ وقتی شخصیت ها مجمل باشه، مبهم باشه، در زیر سایه باشه، معنی چی است که هنوز در کمین آبروی جامعه هستن؟ ما باید از حالت بیرون شویم. متوجه شدم. شما فرمایشتون اینه که در واقع ما توانایی، شناسنامه و کفایت افراد رو در میزان نزدیکی یا دوریشون نسبت به مردم باید بسنجیم. من کاملا درک کردم، اما خواهش میکنم به این نکته هم اشاره بکنین، چون در بعضی از امور مولوی صاحب به خصوص توی این فضای مجازی و این جوانترها و بعضی از بحث‌هایی که الان اصلا جای طرحش نیست، اینا رو در میندازن و اینقدر در موضوعات فرعی میپیچن و به جان هم میفتن
که از موضوع اصلی اصلا غافل میشن. به بعضی از اینها من گفتم شما اصلا احتیاج به طالب ندارین با این بحث، خودتون دارین خودتونو میخورین. اینها رو باید کمی نمیدونم یکم با اینها صحبت کنین، نصیحتشون کنین. جناب استاد، کسایی که میروند با این روانده ها هم میدانم دلسوز هستند، هم مخلص هستند، اما وز طوری آمده ما موضوع از پیش ما خرد شده. اولا میان مثلا مقاومت زیر سوال میبرن، حتی مصلحت نیست که مقاومت در رسانه مورد نقد قرار میگیره. این مصلحت نیست. بله نقد دارن، اشتباهات در مقاومت وجود داره، هرچی وجود داره باید از مجراهای مثلا مشروع، مستور، به افهام، به تفهیم، با جرأت، با صلابت برسن. این درست است. وقت نقد مثلا به رسانه‌ای میسازیم، کجای از این مثلا دلسوزی به مقاومت است؟ کجای از این دلسوزی به مردم است؟ کجای از این حمایت از مقاومت است؟ یک طرف قضیه. دو، کلمه را نباید کسای مثلا خود در حوزه مقاومت مقاومتی میگیرن، ولو که به بسیار دلایل خفه هم هستن، نباید کلمه استعمال کنیم که دشمن از او نفس راحت بکشن. هر کلمه که براحتی دشمن تمام میشه، آبریختاندن به اصطلاح عامر صاحب شهید رحمه الله، آبریختاندن در آسیاب دشمن است. ما یک جمله را نباید طرفی مثلا استراحت دشمن استعمال کنیم، دشمن از او باز بهره ببره. حتی به اصطلاح زیبای شما گفتین که نیاز به جنگ و دشمنی طالب نیست. طالب ها اکثر مواد که علیه جبهه مقاومت استعمال میکنه از نقدها و از اعتراضات مثلا درونی است که در مصروف خودزنی هستیم، از این میگیرن علیه مقاومت استفاده میکنه. ما باورمی است که ما از همه عزیزان میفهمم جوان هستند، دانا هستند، آگاه هستند، شرف عزتشان درد داره، امروز احساس درد میکنن، ملتشان میبینن که سرزمینشان اشک میریزانه، سرزمینشان خونین است، به سرزمینشان 30,000 نیروی مثلا وحشی به معنی اصل کلمه سرون صفت در اونجا تکیه زده، تنفس به ملتشان اجازه نمیده. من میدانم فرزندای که داد و فریاد بزنن، معلوم است که در قریه و قصبات از اونا میدانن چی میگذره امروز. در زندانهای جهنمی طالب چی میگذره از برادرها و برادرانی از اینا. اینا که اعتراض میکنن دردهای مست در اینجا. من تا صلاحشی نیست. صلاحشیست که صدای من یک، برنامه من یک، روند من یکی، فعالیت من یکی، درد من یکی، صدای من یکی، تعاون و تکافل و امسویی مانیه که او روز است که ما به مقاصد کلان میرسیم. و ایلا ما در نیمی را هم در آواز را به هم دیگر چسبیدیم، تو مثلا قدت کوتاست، فلانی دراز است، فلانی صداش خوب است، فلانی بد است، فلانی به کار ما رسیده ای کرد، فلانی نکرد. اینا ما درک کنیم. امروز مثلا استاد شهید زنده نیست، آمد شهید نیست. وقتی دو تا نیستند و بقیه هم سنگرانی با شرفشان مثل بقیه برادران همسنگر که امروز در هر جای هستن، اینا امروز در صحنه نیستن، معلوم است که پای مقاومت از این نگاه لنگ است. معلوم است که مثلا مقاومت نوپا است، از اساس نو داره، مثلا خود شکل میده، نو داره که مثلا ساز و برگ میده، نو داده میاد روی اهداف خود به مسائل رسیدگی میکنه. در این تو حالت نباید ما هم دیگر را کش کنیم و هم دیگر را مثلا به باد انتقاد که کمر شکن کنیم. نیاز اولی و اساسی مایی است که اینها سرش مقاومتی هستند. باید برای مثلا مقاومت فعال، مقاومت پاسخگو، مقاومت تمامیار، مقاومت فرهنگی و جبهه‌ای و سیاسی ما در کنار هم باشیم. از مسائل انتقادهایی که ما را مثلا به براندازی زیاد کمک میکنه نسبت به تقویت، از این اجتناب کنیم. بسیار سوال داریم. شاید 10 نفر الان از من سوال کردن که از مولوی صاحب به عنوان یک عضو اصلی جبهه مقاومت ملی بپرسید که جلب و جذب جوانان برای پیوستن به جبهه
چرا سازوکار مشخصی نداره، اعلام آمادگی کردن خیلی هاشون که ما میخواییم بپیوندیم به جبهه، آماده اعزام هستیم. گفتن از مولوی صاحب بخواییم در این باره توضیح بدن کی این جلب و جذب شروع میشه، آیا جایی هست که مراجعه بکنن، آیا شروع خواهد شد، یه توضیح در این باره بدین برای این جوانهای علاقه من مولوی صاحب. این جوانها با خود من همین قسمی تماس میگیرن، بسیار تعدادی از اینا بالا است، واقعا تعدادی از اینا به هزارها هزار نفر از هر منطقه میرسن. ولی در این قضیه باید دکتر صاحب شهیم به عنوان مسئول وزاره مقاومت پاسخ بود و من اندکنان جوانا هستم، من امرای از اینا همیشه صدای از اینا را میرسانم، چون ساحه کاری من نظامی نیست و بارها هم التماس همی شده که من مداخله نکنم. در گذشته با جوانا گام به گام در همه جای می بودم، به دلیلی از این که می دانم از من نظامی های مثلا مسئولیت کار دارن، احساس ناراحتی کردن یا مشکل برشان ایجاد شد، همیشه و رهبر جبهه مقاومت اعتراض کردن که ما را برنامه مانه مثلا اینا مداخله نکن. بنابراین این جمله رو واضح میگم که جوانا ترحم نکنن، باید جوانا باید دنبال کار خود بگردن. من میفهم شما چی میگین و میدانم چه قی احساس دارم. صدها ها اینها با ما زنگ میزنن میگن که مردن در وطن من صد بار شرف داره. از اینجا باور کنین خانواده های از پری از اینا از خانه شون پاید، اما مسئولین نظامی به اینا پاسخ نمیده. مسئولین نظامی از کار شکنی میکنه، از کار فرار میکنه و ما پیش رویشان هم گفتم. اینجا هم میگم جوانا را هم میگم که به عنوان تحریک نی، به عنوان مثلا وظیفه شما مسئولین نظامی را در حقشان مثلا کوشا باشین، جستجو کنین، پیدا کنین، باید کارتان انجام بدن و اونها ممکن رهبری را قناعت بدن که ما با هم در تماس هستیم. من میدانم با تماس نیستم و رهبری میگن ما در انسجام هم هستیم. من میدانم که در انسجام هم نیستم. جوانا میگن با ما تماس نیست، جوانا میگه با ما انسجام نیست، با ما جوانا میگه که با ما اما انگی صورت نمیگیره. اونا با جلسات بالا میگن ما با هم در تماس هستیم و ما را تنظیم کردیم، در حالی که ما با جوانا هستیم میدانم که کار را نکرده. این حقشان از جوانه باید دکتر صاحب قدمشار هر اکثرش نمرش دارن و شمارش دارن. از 50 تماس یکش جواب میگم، من میدانم. از 100 تماس یکش جواب میگم، من خوب خبر هستم. شما تلاش کنین، اگر کارایی داره کارتان قدش پیش برین، اگر کارایی نداره عوضش کنین یکی دیگه تان بیم میدان. قصه تمام. من امیدوارم که دوستان عزیزی که مسئولیت این بخش رو دارن، دکتر قلمشاه عزیز، وقتی فرصتی به ما بدن بتونیم صحبت بکنیم. ولی اینجا اجازه بدید من یک اعتراضی بکنم به شما مولوی صاحب. همین حالا گفتین اگر جبهه رو میخواین نقد کنین این باید در ابهام باشه، در استتار باشه و الان رسانه‌ای نشه. الان خودتون رسانه‌ای یک نقد کوبنده کردین. ملا میگن که با ما جایز است. هر شود که بفرمایید. چون جوانا ما در خب مولوی صاحب از دست دادیم، نمیدونم مشکل چی شد. نجیب جان، جناب آقای مولوی صاحب، اگر که دارید صدای من رو دوباره تقاضا بدید که من شما رو اضافه بکنم. من یک پرسشی کردم، امیدوارم کلن قطع نشده باشیم. بچه ها دوستانی که من کامنت ها رو باز کردم، صدا و تصویر من که سالمه بچه ها، درسته؟ در کامنت ها بنویسین که اگر مشکلی نیست من ادامه بدم. صدا و تصویر من مناسبه؟ دارین دریافت میکنین؟ دوستان عزیز یه نفر تایپ کنه من ببینم. عزیزانی که دارید تصویر رو میبینید، من کامنت ها رو باز کردم، خواهش میکنم یکیتون بنویسه صدا و تصویر من سالمه، خوبه، مشکلی نداره.
خب بله اوکی، خوب شد یک ورود و خروج کردن، کیفیت پخش بهتر میشه. ممنونم دوستانی که نوشتید، مشکلی نیست، خیلی ممنونم، محبت کردید. خب نمیدونم چی شد، چه اتفاقی افتاد، مولوی صاحبو نتونستیم اضافه بکنیم. آمده استاد. عجب، من نمیتونم ببینمتون، نمیدونم چه اتفاقی افتاد. خب خدا رو شکر حضور دارید. دوستان شما تصویر مولوی صاحبو دارین؟ بچه‌ها یکیتون تایپ کنین من ببینم شما تصویر مولوی صاحبو دارین، چون من نمیبینم مولوی صاحبو. خب تصویر مولوی صاحبم عالیه. خب خدا رو شکر. داشتین توضیح میدادید، گفتین چون جوانها که دیگه چقدر مساحت داری پشتی از این نرد نیاریم انشالله به این راهنمایی دکتر سیف قلمشا که بزرگ نظامه کلان مملکت هست بسیار کار سنگین و خطیر به دوش دارن، اونا هم میدانن که مردم ها نمیشه دیگه، ما در عصر تکنولوژی قرار داریم، صدای مردم ها جواب نگوییم، پیامشان نشنویم و مشکلاتشان رسیدگی نکنیم. شاید یک زمان دیگری من اینجا باشم، زنده باشم، لایو باشم، شما اگر پرسان شد شاید سختتر از این مسائل مطرح کنیم، اگر بهبود نیاید، مثلا اصلاحات نیاید، توجه نشوه به مشکلات نظامی ها که به همه جای آمادگی دارن ولی رسیدگی به آمادگیشان گرفته نمیشه. از این لحاظ انشالله امیدوار هستیم، ما همیشه امیدوار هستیم و صحبت ما از باب نصیحت و خیرخواهی و راهنمایی است که این مشکلات ما رفع شد، از باب بدبینی اصلا نیست، الحمدلله از باب دوستی و رفاقت و خیرخواهی و مصلحت جامعه. ما صداتون از دست یک لحظه، کیفیت صداتون نسبت به قبل یکم مشکل داره، البته الان دوباره برگشت صدا. شما صدای منو میشنوید مولوی صاحب؟ من سال بعدی رو بپرسم. بله اخیراً ماجرای غزه که پیش اومد، شما موضع محکمی گرفتید، بعد شایع شد که اختلاف نظری بین شما و مجموعه جبهه در ارتباط با موضع‌گیری در ارتباط با موضع‌گیری در قبال ماجرای غزه وجود داشته و حتی من دیدم در خیلی از کانال‌ها و گروه‌ها در فضای مجازی بسیاری از روشنفکرهای مجموعه مقاومت بحثشون این بود که ما به فکر خودمون باشیم و بس دیگه، نمی‌دونم اسرائیل و جنگ غزه و فلسطین اینا به ما ربطی نداره، از این حرفا. اما شما موضع محکمی گرفتید. اول میخوام بپرسم چرا این ذهنیت چطوری در ذهن جوان افغانستانی که خودش رنج کشیده است تأمس میشه که نسبت به این جنایات وحشتناکی که تو اون بخش از دنیا وجود داره و همه جهان فقط داره تماشا میکنه بی تفاوته، کسی که خودش همین درد رو داره، یعنی در افغانستان اون جنایات فجیع داره میشه و دنیا تماشاچیه، چطور نسبت به هم درد خودش یه همچین حسی داره؟ و خیلی ها من دیدم شما رو سرزنش کردن که مولوی صاحب بس هست دیگه، حالا فلسطین. اول بفرمایید که آیا مجموعه مقاومت ذهنیت و نظرش و موضعش نسبت به ماجرای غزه همین موضع شما بود؟ و دوم اینکه در گفتگو با این جوانهایی که این انتقادات به شما وارد میکردن درباره موضع‌گیریتون نسبت به غزه، چه حرفی برای گفتن داشتید؟ استدلالتون چی بود؟ یه طرح بحثی بکنید چند دقیقه در این باره. تشکر جناب محترم. جوانای ما معذور میدانم، من به دلایل یک ستم بسیار شعله‌ور تهدیدشان میکنن، دوم از حوادث میکنن در جهاد مقاومت فلسطین با ما نبود، ما امروز با فلسطین چه کار داریم. یک بحث بسیار عادیشان همی بود، یک بحثشان همی بود که طالبا ملا برادر با اسماعیل هنیه دیده بود که او هم با واسطه مثلا جمهوری اسلامی یا مانگی صورت گرفتگی است، که طبعا در او وقت هم اسماعیل هنیه هم جمهوری اسلامی در میدان توب امریکا بازی میکردن دیگر.
گناهشان نبود، از این نگاه هم دردمند بودن که بایمشته بودن، ولی معذور میدانمشان عمدتاً. یک تعدادش از حضور امریکا که در ملک من بود، یک تعداد کم چیز فهمایشان، شکی نیست که امریکا در ملک ما بود و باشش و سلطیش تأثیرات داره، اغوای ذهنی، اغوای فکری، انحراف اندیشه را به بار آوردن. یک تعداد بسیار کم و ناچیزی شرزمه قلیله به اصطلاح قرآن کریم از این جمع بودن و اینا چیز فهم بودن، خود از زیادتر امریکایی تر و آگاه‌تر می گرفتن در گذشته، هم امروز هم اونا بودن. اونا در پی مثلا دفاع از نتانیاهو بودن و از بایدن بودن، اونا کارشان. ولی مقاومت در مجموع مقاومت است، این مقاومت با اون مقاومت هم از لحاظ فکری فرق نداره و هم از لحاظ اعتقاد فرق نداره، هم از لحاظ ادب و حرمت و شرف فرق نداره. شما دیدین که امروز فلسطین ثابت کرد که امروز جوانا در گوشه گوشه دنیا اسلام میارن به خاطر ادب و اخلاق و سیرت و فضایلی را که اینا در غزه نشان دادن. در امریکا امروز 70% جوانا اما پرسی شد که طرفدار چی هستن، غزه هستن، مقاومت هستن. امروز در اروپا همچنان جریان جوقه جوقه مثلا دخترها و جوانا را می... 1 میلیون مردم مهاجر شد از قلمرو حاکمیت طالب، صدها جوان من ترک دین کردن. امروز نتانیاهو نظامی که کار میکنه اونا نظام دینی استن، اونا نظام گرچه بخشش خود سکولار میگیرن، اینا هم نظام دینی هستن. نظامای دینی مثلا افراطی و نو قسمت، یک طرف حماس است، یک طرف هم میبینیم که جریان جنایت است. طالب این شکل دایدار دین هستن، ولی هم دین کشتن هم پیروی دین کشتن، هم دین عذاب کردن و هم پیروی دین عذاب کردن، هم دین عذاب کردن هم سرزمین دین عذاب کردن، هم اهل کلمه اسلام رو بدنام کردن هم اهل کلمه اسلام رو بدنام کردن. فلحاظ وقت جریان حق و باطل آمد، امروز میبینیم میلیون ها انسان در لندن و مثلا در امریکا و فرانسه و دفاع غزه مظاهره میکنه که معلوم میشه چقدر پیام رسانی حق در اینجا گسترده. استاد شدن یگانه جریانی که در دنیا اسلام وارد نشد به این قضیه، حتی به تسلیت هم حاضر نشد، جریان طالب بود که ثابت کرد که صهیونیست‌تر و آمریکایی تر از طالب کسی در جهان اسلام حرکت و حزب و گروهی وجود نداره. یعنی طالبا به می اندازه وابسته بودن که اصلا نام فلسطین گرفتن برشان جرم میشد. اون رقمی که امروز بایدن میگفت که یهود ستیزی در دانشگاه امریکا چه شده، در حال در اروپا یهود ستیزی جرم است، از 5 سال تا 10 سال تا 15 سال حبس میکنن. امروز یهود ستیزی نی که تمام اروپا و غرب و امریکا مثلا مظاهره ضد صهیونیستی و ضد یهودی شکل گرفتن. اما طالبا باطل قیامت ثابت شد که طالب یک روز برای اسلام کار نکرده، برای مصالح ملک کار نکرده، از ابتدا تحت مدیریت استخبارات دنیا برای رسیدن بر اقتدار، برای توطیه، برای ستمگری تا به این روز حیات سیاسی خود پیش بردن. برای غزه برای یک دقیقه هم حاضر نشدن که یک صدا بکشن. ای نه رسمن و نه غیر است، یک ملا را پیدا کردن، از کجا خرید آدن، کرا کرده بودن، یک بیانی عربی را در یک جای خواندن که گفته نشوه که چی است، دستگاه دولتی است و آدم هم شناختن نشوه، در یک جایی که بگن برج مسجد است، او را مانده بودن به دفاع مردم فلسطین. همه فهمیدن که یک نیرنگ است و این دستگاه امریکایی هر روز برشان پیام میده، امریکایی در 4 میدان هوایی از اینا حضور داره، امر رو نهی میکنه، با اینا یک جای است. آیا ممکن است عقلی مثلا با عقلی یک ملت مسلمان طالب بازی میکنه؟ گویا امریکا رفته 100 میلیون دلار میده اسلام در افغانستان حاکم کنه. امریکایی که
فکر کردم تمام شد. این صحبتتون تمام شد. من سوال بعدی رو بپرسم وگرنه بفرمایید. ادامه بدید. بفرمایید. پرسیدن از پشت پرده شهادت جنرال رازق هم چیزی میدونید؟ کاملا امریکایی‌ها و عین دسیسه که به داوود خان شهید شد و به مولانا سید خیلی شد و به استاد شهید شد و شما مثلا ملا پیرانقل شهید گفتین، مطلب بیگ گفتین و بخیر یاد کردین، همه اینا توطیه به وابسته بودن، حتی طور تنظیم کرده بودن که ملر باید زنده بود. ملر خودش تعهد داشت که ما به میدان میکشم شما بزنیم، مثل که جنرال ویسا داود خان شهید برد در جلسه از پهلویش به فرق داود خان ضربه کردن. عین شکل مسئله چی است؟ خودی از اینا جنرال رازق شهید ساختن و یک بچه که بادگارد چی بود؟ والی بود، او رو کشتن تا بگن قضیه از جانب مثلا فلانی آمده فلان شده بود. طالبان خب مسئولیت پذیری همیشه یه خصلت شانست که بگن فلان آلی وقتی به افتدار رسیدن میگن داعش کرده، که داعش هم خودشان است، کدام چیزی دیگر نیست، همان زیر چتر خودشان است و ما همان چیز ثابت است. ما در این ملک زندگی کردیم، همه را میشناسیم، چیزی برای ما پوشیده هم نیست. او قضیه هم قضیه بود که دستگاه اشرف غنی در او قضیه با امریکایی‌ها شریک بودن در قتل جنرال رازق. من در تکمیل صحبتتون بگم برای اون دوستی هم که این سوالو کرده، اشاره کردید به شهادت جنرال داوود. یکی از دوستان ما که بوده در صحنه و همون روز در تخار عضو امنیت اون استان هم بوده، ایشان با اطلاع کامل میگفت بمب رو در یک مبل سر راه خروج گذاشته بودند و ایشان رو که به جلسه طلب کرده بودند تاکید کرده بودند محافظاشون با خودش نیاره و میگو ایشان که آمد در اواسط و اواخر جلسه متوجه شد که یک اتفاق غیر طبیعی در اینجا در حال رخ دادنه و میگه وقتی که اومد از طبقه دوم پایین بشه هیچ کس همراه این نبرآمد، بلند نشد که اینو همراهی کنه. میگه این فهمید که یک اتفاق نزدیک در خروجی یک مبل بود که میگو بمب پشت اون مبل گذاشته بودند. این نفری که میگه جنرال داوود دستشو گرفته بود، این پیشتر از جنرال داوود میگه اینو پیشتر در واقع روان میکرد، خودش پشت سر او آرام آرام میرفت که میگه اون بمب منفجر شد و جنرال داوود زخم سطحی برداشت، چون اون نفر میگفت جلو بود او به شدت زخمی شد. ایشون میگفت 7 گلوله در بدن جنرال داوود زدن، اصلا در انفجار میگفت ایشون شهید نشد، با گلوله زدنش اونجا شهید شد. و کسانی مسئول امنیت رو داشتن که خب از همون فرزندان و کسی کار رئیس جمهور وقت و اون چیزا بودن. همه اینها اثبات شده است که دولت وقت در شهادت اینها مستقیم دست داشت و تأسف باره که در اون موقع متاسفانه عزیزانی که رفقای صمیمی اینها بودن، همسنگران اینها بودن، عکس العمل به موقع، عکس العمل مؤثر نشان ندادن و اجازه دادن از شهید کاظمی گرفته تا جنرال داوود و جنرال رازق و بقیه جلو چشمشون پرپر بشن. در مورد شهادت به شهید اکمل که این سال گذشته صورت گرفت و شما هم یک بار در لایو ما یه توضیح دادید که بعد ما تحقیق کردیم خیلی قریب به واقعیت بود. اون توضیح شما گفتید ما این اطلاعات رو داریم. آقای جنرال سری هم که اومد چند شب پیش به لایو ما کمابیش همون روایت شما رو تایید کرد. اگر یک اشاره‌ای دوباره بکنید به شیوه شهادت ایشون و اگر اطلاعات جدیدی کسب کردید اونها رو هم برات کردید که درباره شیوه و ماجرای شهادت جنرال صاحب اکمل گپ میزنید، اما تا حالا سوالو نپرسیدید بپرسید. حالا اگر بفرمایید خیلی ممنون میشم، مخصوصا اگر اطلاعات جدیدی اضافه شده به اون توضیحاتی که قبلا در بیانات رو فرمودید کاملا متفاوتن. بفرمایید. تشکر. خدا رحمت کنه اکمل امیره، خدای متعال امروحانشه و امروحای بسیری
اندرا به جنت الفردوس نصیب کنه، ارجمندی ها و یتیمایش را خدای متعال در کنف و پناهش نگاه کنه، برای از اونا زندگی با سعادت نصیب کنه. باقر مهمیست از وقتی از ایران رفته بود وارد افغانستان شده بود قضیه افشا شده بود، زیر تعقیب بودن در کابل، در بیرون از کابل، تا یکی به منطقه انتقال هم داده بودن، اعضای طالبان انتقال داده بودن شد. اعضای طالبایی که پسان افتخارم میکنن که ما اکمل امیر کشتیم و فلان کردیم، موتری از اونا انتقال داده بود و موتری از اونا به جای رسانده بود. بیشتر از این از اون چیزی که در گذشته ها توضیح دادم توضیح جدید ندارم، منتها این قسمت که از اینجا حرکت کرده بودن افشا شده بود و محل بود و باشن برای دشمن روشن واضح بود و تعدادی هم افرادی که به اینا اکمالات میکرد اونا هم گرفته شده بود. ولی دلیلی که اینها در اونجا با هم اسباب خبر شدن که ارتباطی هایشان گرفته شده، و یکی برشان مثلا غذا و لباس میبرد و هم در سالن گرفته شده بود، دریوری که موترشان اینا را برده بود به ساحه ای هم از جمع طالبا بود، و اینا چطور در اونجا غافل شدن ماندن، این تا به امروز برای ما چی هست پوشیده است که ما نمیفهم که چه کسی به اینا اطمینان داد که اینا از ساحه نرفتن و این مرگ تحمیلی را و این شهادت در اونجا پذیرفتن باید بشینن تا دشمن به اینا را اسیر کنه و بکشه و شهید بکنه. این یک قسمت ابهام است. یک وقت است که بگویم که مقدرات خدا چنین بوده و شده، ولی انسان موجود مختار است، انسان موجود مثلا مسئول برای محافظت خود، برای اوش جان خود و مثلا فعال بودن در راه خود، این مسئولیت شرعی انسان است که مکلف است. این نمیشه که ما بگیم که مثلا حواله و تقدیر بکنیم. دلیل و عاملی که اینا را در اینجا فریب دادن، اینا ماندن تا ای که دشمن بتانه حمله را کامل انجام بده، این مسئله برای ما شخص خودم و دیگه کس کار ندارم، نگاهی من این است که چرا آدم عادی هم نبود، یک جنرال بود، مبارزه کرده بود، در نظام بود، بلد بود، درس خوانده بود، این هم جنرال بصیر هم و بقیه یارانشان، به دلیلی که دلیل که اینا مثلا ترک موقعیت نمی کنند، از این محل جای مثلا خودت دور نمی کنند، برای یک بار هم از اینجا نمی روند، و این برای ما بسیار سوال برانگیز است، ولی ما پاسخش نیافتم که کسایی که با این در ارتباط بودن چطور در این ساحه باقی ماند و چطور به اطلاع بودن. خودی از اون ممکن نیست که به اطلاع باشه که مثلا افراد از سالن گرفته شد، برده شد یکی پشت دیگه و اینا باز غافل در اونجا ماندن. این من نمیدانم که چرا چنین شد. این نکته که جنرال سری گفت و هر دوی شما روایتتون در این قسمت لااقل مشترکه، اینه که ایشان در صحنه به شهادت نرسیده، در واقع به اسارت گرفته شده و بعداً ایشان رو شهید کردن، درسته؟ بله، اطلاع با امی بود که ایره برده بودن، میخواستن معامله داشته باشن و برنامه داشته باشن، باز در تشنج ذات البینیشان نتانستن او کار را بکنن، نفاقی که بین خود طالبا است، بعد ایره به شهادت رسانده. یک عزیزی نوشتن من الان دارم این یاد داشت از شهر طالقان در تخار براتون می نویسم، ما کی امیدوار باشیم که عزیزان مقاومت به طالقان وارد میشن؟ چی بگیم در جوابش مولوی صاحب؟ بازم سوال متوجه مسئول نظامی میشه، ولی امیدواری و احساس و درد و حمایت جمعی مقاومت که در سطح کل ما میبینیم، انشالله این صبح مجودی و این آفتاب طلوع کردنیست در تخار عزیزم، در طالقانم، در بدخشانم، در سایر ولایتم، انشالله این مجودی است انشالله. بنده باشید انشاءالله. یه عزیزی نوشتن من از ایران این سوالو میپرسم، ما جوانان مهاجر نسبت به جنایاتی که طالب داره در اونجا میکنه
و دردسرهایی که درست میکنه چه وظیفه ای داری؟ بله، هر گونه همکاری که با مقاومت انجام داده میتونن مقاومتی هستن. ما با مالشان، با جانشان، با دعایشان، با کلمه خیرشان که در کنار مقاومت باشن، گویا که در صف ضد ظلم هستن، در صف ضد امریکا هستن. مولوی صاحب، درباره اظهارات اخیر آقای امیر عبداللهیان، این که گفتن، این عبارتشون این بود: در افغانستان شرایط پیچیده است. اولا افغانستان زمانی میتواند در مسیر ثبات و امنیت قرار بگیرد که همه اقوام در اداره کشور نقش داشته باشند. ما به صراحت به مقامات طالبان گفتیم که طالبان و پشتون‌ها بخشی از واقعیت افغانستان، نه همه آن. خیلی جنجال به پا کرد این جمله. البته من تعجب میکنم، این بخش جمله مشکلی نداره، فقط در ادامه ایشون میگه که طالبان داعش نیست بلکه بخشی از واقعیت افغانستان است. این در واقع حواله‌ای که ایشان میده به بخش اول جمله باعث میشه کمی مخشوش بشه، وگرنه که در این که طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه شما تردید دارین مولوی صاحب؟ نه واقعیت افغانستان است، نه حقیقت افغانستان. اگر از بدنه درون جامعه ما انشعاب کرده شده می بودن، از مبتنی به اراده مردم به وجود می آمدن، یک واقعیت بود. اگر پروژه استخباراتی را ما یک واقعیت بگیم که دنیا به مردم ما تحمیل کرده، باید اسرائیل هم ما یک واقعیت بگیم که دنیا آورد. در اون جمعون در حالی که جمهوری اسلامی چند سال شده میگه که از نهر تا بحر ما میخواییم، چرا واقعیت ما قبول نکنیم؟ نعوذ بالله. و اسرائیل هم آمده واقعیت فلسطین قبول ندارد. و ما دوم، آقای عبداللهیان پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی را بگوید که اونا پیشتر از او بحث کردن که طالبان اسرائیل منطقه هستن، متوجه باشه دولت. استاد من، ببینید، عرض من چیز دیگریه. این قیاس با اسرائیل به نظرم قیاس درستی نیست. من بحثم اینه، من در کنر، من در هلمند، میدونید که خب من سال 73 هوت 73 رفتم به قندهار و برای دیدن آقای ملا عمر، جزو معدود خبرنگارای دنیا هستم که ایشون رو دیدم، و اونجا همونجا امیرخان متقی و ملا بورجان و نمیدونم مولوی مفتی معصوم افغانی و همین امیرخان متقی و اینا همه رو دیدم، اون ملا ربانیشون رو. عرض من اینه، من اونجا کسانی رو دیدم، مثلا من اونجا کسی رو دیدم که اینا 4 تا برادر بودن، بعد میگفت 2 تای ما شهید شدن، کشته شدن، به عبارت اون که حالا طالب بودی، میگفت وقتی که 2 تای ما میرفت جبهه، 2 تای دیگه کار میکرد، 4 تا خانواده رو میگردون، باز که اونا پس میامدن ما میرفتیم. مردم افغانستان اینا با خودشون همراه کردن، اون بخش خورده، خیلی کوچکه، شاید آقای امیر عبداللهیان تلقی شد باشه این بخش 50%، ولی ما میدونیم که شاید 5% باشه. این بخش صحبت آقای امیر عبداللهیان به نظر من درسته و حیرت میکنم یک بزرگان دیپلماتیک مثل آقای اسپنتاو و بقیه بحث دارن سریع. آقا این که هست، حالا اون مردم فریب خوردن یا هر چی هست، و آقای اسپنتاو گفته اگر اینجور باشه سازمان مجاهدین خلق بخشی از واقعیت ایرانه. بله که هست، اونا هم تونستن بخشی از جوانای ما رو یا حالا فریب بدن یا با خود همراه بکنن. به هر دیدی که شما نگاه بکنید، به هر حال یک گروهی هر چقدر کوچک، شاید 0.5% همراهن با اونها، اون واقعیت رو ما میپذیریم. حالا اونها فریب خوردن، استخبارات درست کرده، اما این بخشش که میاد حکم میکنه آقای امیر عبداللهیان میگه طالبان داعش نیست. چرا طالبان داعش نیست؟ طالبان جنایاتی کرده که روی داعش رو سپید کرده. باز من هر موقع که یاد این جملات میفتم، یاد اون اخبار 45 تا دختری که در مزار شریف اینا برداشتن بردن میفتم، که جنازه 11 تاشون رو در سرک و خیابان و کوچه پیدا کردن. وقتی که اینا رو ایلا کردن، 10-15 نفرشون رو، 8-9 تاشون خودکشی کردن، 4-5 تاشون خود خانواده هاشون کشتن، یه تعدادشون به تیمارستان کشید کارشون،
همین امروز خبر اومده که طرف رو گرفت، طالب رفته تو خونهش، زنش رو گرفته به نکاح خودش در آورده، 1.5 میلیون پیسش هم برده. کدام داعشی میرفت بگیره زن طرف رو در جلوی چشمش به نکاح خودش در بیاره؟ لااقل به ظاهر دین بخشش رو معتقد بودن که طالب والله از داعش بدتره. این بخش صحبت سخنان آقای عبداللهیان برای اینه که ارتباط خودشون رو با طالب تطهیر بکنن، بگن حالا ما اگر داریم این کار بکنیم، چون طالب داره با داعش میجنگه که هم من میدونم دروغه هم شما میدونی. طالب هر جا که میخواد رقبای خودش رو بزنه میزنه، بعد میندازه گردن داعش. این کاری که آقای کرزی میکرد، این کاری که آقای غنی میکرد. اما این که آقا طالب بخشی از واقعیت، بله اون بخش، اما بخش کوچک، ما در تردید نداریم، من به اعتقاد من شما هم تردید ندارید، به هر حال یه بخشی از جنوب کشور اندیشه های طالبانی دارن، یه بخشی حتی در شمال، به هر حال فصیح الدین از عقب پنشیر راهنمایی نمیکردن، وارد نمیکردن طالبو، شاید هنوز شما تو پنشیر بودید. پس بخشی از اینا هستن که دارن با این جماعت کار میکنن، اگرچه که عمده این طالبای غیر پنشیر حالا فهمیدم که چه فریبی خوردن و چه وضعی دارن. من از این منظر میگم مولوی صاحب که به هر حال بپذیرید بخشی از مردم افغانستان به ویژه در مناطق جنوبی که شما بودین و بهتر از من اطلاع دارید، من اشتباه میکنم مولوی صاحب؟ خواهش میکنم. ما میخوایم دیگه شیوه بگویم جناب استاد. دو تا مسئله، یک مسئله ای است که ما و گپ آقای عبداللهیان هیچ پاسخی نمیگم، ما چون سیاستشان است خودشان میدانن و پاسخ برنه مردمشان. بحث ما نیست که در ملک ما این ریشه داره که ما واقعیت را میپذیریم. تمام سران مثلا حوزه جهاد و مقاومت به ما همین گپ میزدن، میگفتن که میگفتیم قضیه چطور میشه، میگفتیم امریکایی یک واقعیت هست، چطور میشه؟ میگفت فلانی والا چطور کنیم واقعیت هست. ما تاریخی صحبت میکنیم، ما با گپ آقای عبداللهیان یک دیپلومات است، یک گپ آمد یک جای یک گپ خود اعلان داد رفت. آیا این زیبنده است در یک کشور 300 سال مثلا معامله کو بیا بالای دیگران را به نسل کشی بکن، نام یزیره گای دین بان، گای واقعیت بان، گای شریعت بان، گاه قومیت بان، گاه 70% بود، گاه 80% بود. مگر کسانی که سر دارن، عقل دارن، خط میخوانن، شما مطالعه کنین کدام زمان حاکمیت طوری نبوده که مثلا از درون جامعه آمده باشه مردم با او حاکمیت دستی به گریبان شده باشه. همیشه حاکمیتی را که روس بیاره، روسی تزاری میاره، روسی مثلا ارتش سرخ شوروی میاره، یا مثلا حاکمیتی که توسط دو سه بار انگلیس میاره جای به جای میکنه، حکومت رکال خلیلزاد بایدن میاره جای به جای میکنه. ما وقتی میگیم واقعیت است، درست است که از زبان شما این گپا یعنی معنایش ایست که چون بچه های فلانه جای هستن دیگه، من گپ ندارم، احترام دارم به گپ شما. ما اصلا دستگاه حاکمیت صحبت دارم، این دستگاه ماهیتش چی ماهیتی است؟ این ماهیت های یک ماهیت انگلیس، ساخت انگلیس، پرداخته امریکا و انگلیس نیست که بر جامعه ما حاکم شده. اگر این واقعیت است، خب ما مثلا واقعیت پذیر باشه این جرامت ایران، اینا واقعیت نیستن، این دونی میلیونی در پاکستان رفت زیر مثلا فشار از واقعیت نیستن، اینا یک همگی واقعیت. ما میگیم که ما پشت واقعیت ها دیگه نگردیم، با واقعیت ما فریب نمیخوریم. بله یه لحظه است از صدای ما جناب استاد یه لحظه صداتون رفت. ببینید خیلی هم تند آقای نبیل، آقای اسپنتا، ایرازیزان اعتراض کردن. بین واقعیت و حقیقت خلقت هم دارن. نه، واقعیت به معنی این که اونها وجود دارند، بخشی از جامعه افغانستان رو تشکیل میدهند. حالا اون بخش میخواد 1% باشه، میخواد چه میدونم 90% باشه، در این که نه من تردید دارم نه شما، اونها وجود دارند. بله، سازمان مجاهدین خلق هم وجود داره، ممکنه 1000 تا پیرزن و پیرمرد باشن در آلبانی، چه میدونم 1000 نفر هم خانواده هاشون توی کشور ما، ولی واقعیت دارن، هستن، اما حقیقت ندارن. یعنی رأیشان، نظرشان، ایدئولوژیشان،
قالب نیست، اما وجودشون واقعیت دیگه. من فکر میکنم اینجا دعوا سر این دوتا واژه است که عصبانی کرده دوستانو. در این بخش جمله آقای امیر عبدالله یام از استفا میکنم، واقعیت داره. منم دیدم این واقعیتو در تمام استانهای جنوبی افغانستان، لاغل اون سالی که من سفر کردم و بعدش سالهای بعد در کابل، در بیرون از افغانستان. من حج رفته بودم، یه حاجی اومده بود، یه جمعی بودن، ما به کمک احتیاج داشتیم، محبت کردن به ما، کمک کردن. بعد بهش گفتم از کجا اومدی؟ گفت از هلمند اومدم. گفتم طالبی؟ گفت بله. گفتم خب مثلا با چه انگیزه؟ مگر پاکستانی اینا به وجود نیومد؟ میخواست بکشه اونجا مدام. خب اینا مردم افغانستانه، حالا فریب خوردن، هر چی هستن، بخشی از واقعیت افغانستانه. بله قبول، بخشم. اما ایشان اومده در ادامه یه نتیجه گیری هم کرده که خب این داعش نیستن و اینا، که من جواب خودم رو دادم همینجور که شما هم فرمودید. میفرمایید اینا سیاست کشورشون خودشون میدونن خودشون. باز خواهش میکنم بین واقعیت و حقیقت خلط نکنیم. و خب هستن دیگه در حالا متاسفانه از نظر طالبان، خوشبختانه از نظر ما متاسفانه کردن، مردم همون کشور بودن. این واقعیت افغانستان. اما آقای اون دوستی که داره این حرفو میزنه، داره از این موضوع سوء استفاده میکنه تا سیاست خودش رو توجیه بکنه و در ادامه هم میگه اینا دارن با داعش میجنگن، که عین دروغه. طالب و داعش دروغ یه سکه. بهتر از من میدونین، 100 تا دلیل میشه همینجا ردیف کرد که این اتفاق است. اما این عبارت غلطی نیست مولوی صاحب. ببخشید من در حضور استاد دارم درس پس میدم. خواهش میکنم. ما در مسائل صحت و سقم ما، یکی از خواهش ما همی است که شما صحبت ما در پاسخ و به کسی هم نباشه و تحلیل و تفسیر صحبت کسی هم نباشه. به خاطر ما یک شخص است، دیدگاه خودم دارم، خودم اگر مثلا شما بین حقیقت و واقعیت فرق کردین، یه امر مسلم است. حقیقت چیزیست، واقعیت چیزیست. بسیار واضح است که ما حقیقت از واقعیت تفکیک کنیم. مثلا حقیقت مسلم همی است که مردم افغانستان حقیقت است. فروجی وارده بر مردم افغانستان حقیقت نیست، ولی امر عارض به حقیقت است، البته واقعیت. وقتی ما از لحاظ پذیرش واقعیت هم باید ما باید پاسخگو تا آخر ببانیم. وقتی ما مثلا طالب و بینان یک واقعیت قبول میکنیم، با داعش بگیم که تو واقعیت قبول نداره، پاسخ یزی رو با چی میکنیم؟ مگر او کنری و استاد من، استاد ببینید اینجا دارید اشتباه میکنید. ما درباره پذیرشش اصلا حرف نمیزنیم. کی گفته بپذیرید؟ ما فقط داریم میگیم این واقعیت وجود دارد، نمیگیم بپذیریم، نمیگیم نپذیریم. درباره این که و سفیرش هم باید پذیرفته شوه، می باشه، کنسولش هم می باشه. معنای پذیرش است، معنایش است که پذیرفته. وقتی واقعیت پذیری ها بیاید، باز در بسیار جای ما در تقابل مثلا دعای های خود استاد میمانیم. بسیار باز اگر مثلا آمد خلیلزاد گفت که مثلا دعای مثلا شیخ فلانی در زایدان واقعیت است، باز چی خواهد گفتن؟ وقتی ما میگیم واقعیت ها پذیریم، حالا به من وارد این استاد من وارد این بحث نمیشم، چون فکر میکنم ما حرف همدیگر رو باید طول میکشه و هم تفهیم کنیم، هم شما خسته میشید هم من. واقعیت یعنی چیزی که واقع شده است، رخ داده است. شما نگه این رخ داده، نه تاییدش میکنید نه تایید. آقا در زاهدان هر چی شده رخ داده، این به این معنی نیست که اون قابل تایید یا قابل رده، بلکه رخ داده. در کشور شما هم این واقعیت هست، رخ داده، این واقع شده است. اما این که ما اینو تایید بکنیم یا بگیم این حقیقت همین است یا نیست، اون یه بحث دیگه است. بیاین از این بحث بیاین بیرون. اصلا درباره مهاجرین و سیاست‌گذاری‌هایی که تهران در قبال مهاجرین داره، این روزا خیلی دیدین تو فضای مجازی جنجال شد و این نمیدونم یک عده در صدد این بودن عمدن دو تا ملت رو به جان هم بندازن. در این باره که قطعا خود شما هم گرفتار این سختی‌ها و محدودیت هایی که اونجا داره رخ میده هستید، اگر دلخواه کشورها بسیار چی هست، معجز هستم، صحبت کردن برام سخت است، ولی واز مهاجرین مهاجر است، حوادث ایگونه وجود داره. از یک طرف اگر مثلا روزانه 100 نفر رد مرز میکنه، همون روز زنگ میایه که بندی شدن، گرفتار شدن، دفلان مثلا چی هستن،
انتقال شدن در هر روز، هر روز بلا استثناء این مشکل با مردم من وجود دارد. ولی ما عمق قضیه را نمیفهم. تا جایی که ما با اصحاب مثلا صلاحیت صحبت کردیم، احوال گرفتیم، مثبت اندیشی زیاد از نسبت به منفی بودن قضیه، 99% به حق مهاجرین اینجا مسازن، در اینجا 10% بسیار پررنگتر و مثلا در سطح رسانه بالا است. ولی در عمق سیاست ما تا جایی که صحبت میکنیم تلاش میکنیم، گرفتاری ها هست، انتقالات از مرز کشیدن ها هست، ولی به اون قسمی که موج مثلا رسانه‌ای است، اگر اون موج رسانه‌ای واقعیت پیدا کنه در درون جامعه امروز که 5 میلیون یا 6 میلیون مهاجر در حال کشیدن باشن، فراز بین میره، در حال که چنین نیست. ولی داغ داغ مثلا موضوعی گپا است. دوم، زیادتر در ولایات به اصطلاح از اینا استانایی است که در او استانا تقسیم بندی شده است که در این استانا مجاز نیست بودنشان. مثلا از 30 استان در 16 ولایت از اینا بررسی شده که در اینجا مهاجرین افغانستانی نباشد. از این لحاظ یک چی است، محاسبات اینا دارند، مساله خودشان در نظر دارند و او وضعی که در بیرون است وضع نیست. ما چون هر روز با مهاجرین مجلس داریم، نشست داریم، رفت آمد داریم و الحمدلله و از خوب است، ولی بدون مشکل هم نیست. مشکلات هم است، گرفتاری ها هم است، ولی تلاش مقاومت در مجموع سطح رهبری تا به پایان همی است که مهاجرین برش سهولت شوه و برایشان مثلا ترحم شوه، تعامل مثلا بسیار کریمانه و مهربانانه هم رایشان شوه. این تلاش مقاومت در قضیه پیگیر است، این ترک نشده، با جلسات مختلف، با ملاقات‌های مختلف، پیام رسانی است، تلاش است. تنها از جانب مقاومت هم نه، تمام مثلا شخصیت‌هایی که در این حوزه در اینجا هستند، احزاب حضور دارد، جریان‌ها حضور دارد، نهادها حضور دارد، فرنگی‌ها هستن، همه تلاش می‌کنند که وضع مهاجرین بهتر شود نسبت به طالبان. حکم جهاد دادید و این خیلی جسارت و شجاعت می‌خواست. می‌خوام بدونم علمای دیگری جهاد علیه طالب داده باشد؟ باور کنین علمای را ما تماس داریم که رفتن به سنگر با اسلحه چه اهانت شدن. علما در منبرها اهانت شدن، از خانه هایشان کشیده شدن، از مساجد کشیده شدن، از مدرسه اونها اینا اصطلاح گای مادی ناتو مثلا امریکا میگن اهانت میشن. علما وزشان نسبت به ما بسیار اونا با احساستر نسبت به ما مثلا آماده مثلا کار فعالیت، مثلا چند روز حیات و فرصت خریدن است، بالاتر از این نیست. طالب محکمه صحرایی ادامه داره، کشتنش ادامه داره، با گرفتاری ادامه داره به شدت. شما میبینید در هفته پیش در چندی ولایت اجساد مردم یافتن، حسابش معلوم نبود، بردن دفن کردن. که خون به یکشم باور نداره، فقط کشتن حفظ حاکمیت برای خود مقدس میدونه. مولوی صاحب نظرتون درباره حکمتیار چیه؟ اخیراً هم یک صحبتی کرد، گفت که امریکایی‌ها یک سندی منتشر کردند، بعد از اون آقای مجاهد جوابش رو داد، گفت که ادعاهای ایشون دروغ، حقیقت نداره درباره اون موضوع حکومت همشمول سپردن فهرست. به نظرتون تمام شده آقای حکمتیار؟ حزب اسلامی پروندهش ختمه یا فکر میکنید هنوز این مهره ممکنه بتونه در شطرنج افغانستان به یک بازیگر تبدیل بشه؟ موضع حکمتیار در ملک ما یک موضع بسیار پیچیده است. حکمتیار یک انسان عادی نیست اولا، ثانیاً به شدت انسان استخباراتی و انسان اطلاعاتی است. نسبت به تمام رهبران جهادی حکمتیار آگاه‌تر در مسائل استخباراتی و سازمانی است. سوم، حکمتیار سازمانی ترین آدم در سازمان خود است. نسبت به حکمتیار یک سلسله اشتباهات داره که با طالبا خوشبین شده بود، ولی طالبا از لحاظ ایدئولوژی هم حکمتیار و امثال حکمتیار احزاب مسلمان نمی دانند.
و در پهلوی ازی حکمتیار حزب اسلامی به معنای اصل کلمه اگر حزب اسلامی باقی مانده باشند، مثلا پشتونوالیشان نسبت به دیانتشان غلبه نکرده باشند، بخش اعظمی از مردم افغانستان حزب اسلامی است و در جهاد افغانستان سهمی گسترده و کلان داشت مجاهدین حزب اسلامی. مجاهدین حزب اسلامی بسیار ملت بزرگ هستند. در این کشور فقط دو تا حزب کلان بود که جمعیت اسلامی و حزب اسلامی بود، دیگر کسی وجود نداشت به عنوان یک نام. وجود داشت، دفتر در پشاور داشتن، جبه در ملک نداشتن. و یک اطلاع حکمتیار اطلاع دقیق است. به خاطر از اینکه باز رئیس استخبارات طالبان به فردای از اون روز یا دو روز بعدش یک مکتوب صادر کردن که خانه حکمتیار محاصره کنین، کسای ملاقات میره همراهش ایرا بازجویی کنین و حکمتیار در این دستور جدی را برش صادر کردن. معلوم میشه که گفت حقیقت دارد. اگر حقیقت نداشت و چرا براشفته شدن به پاسخ آمدن؟ چرا مثلا تصمیم امنیتی نظامی علیه حکمتیار گرفته شد؟ معلوم میشه سانن زیر نام مثلا پیمان دوحه و اینها که طالبان فرصت بر طالب فرصت میخرند. منتها طالبان قضیه رو واضح به مردم نمیگه. وقتی حکمتیار افشا کرد، اونا بر بلند کرد، اطلاعات داره و سرویس های خبری هم روش هم کار هستن. او هم نگران خود برای سرنگونی طالب بود. این اطلاع دقیق بود. ما با وی که شما گفته حکمتیار را میتونه بازی کنه، کاملا حکمتیار هنوز در بین پیروای جایگاه بسیار بلند داره، جایگاه مثلا مناسب داره، پیرو داره، حزب داره، سازمان داره، جوانا داره، جهادیا داره. و کاملا ما باور می است که اگر سازمانی که از زمان جهاد تالی سازمان خود حفظ کرده، یک مدیار است. یک مدیار نسبت به هر سازمان اگر فعالتر و منظمتر و با ارتباطتر با اطلاعاتتر در سطح کشور است. یک مدیار اگر فرصت بازی برش بتن از محدودیت بیرونش کنن، هر زمان میتونه بازی کنه. مولای صاحب، درباره عاقبت روابط پاکستان با طالبان نظرتون چیه؟ خیلی ها معتقدن این کشور خودش ایجاد کرده مهاجرین افغانستانی رو داره به زور واداف نانوشته یک بازی برد برد برای طالب و پاکستان، به این معنی که پشتونهای جنوب خط دیورند رو به جای ترکیب جمعیتی و قومی رو تغییر بدن. به ویژه گفته میشه در اطراف کانال گوشتپه زمینهایی رو برای اینا توزیع کردن. اونهایی که این اعتقاد رو دارن میان مقایسه میکنن، میان به مرز دوقارون، حتی به زحمت کسی یک خط بهشون میده که به سازمان ملل که مختصر کمک میکنه یا نمیکنه معرفیشون کنن. اما مهاجرینی که در مرز تورخم میان، از سمت پاکستان میان، از چمن میان، اینها موترهای اتوبوس های وزارت دفاع میره که اینا رو منتقل بکنه و همونجا هر خانواده چند هزار افغانی پیسه میدن و خیلی هاشون همونجا نمره زمین توزیع شده شون رو بهشون میدن که کجا برن زمین بگیرن. خیلی ها معتقدن به بهانه مهاجرینی که از پاکستان دارن وارد افغانستان میشن، سازمان های بین المللی کمک هایی دارن میکنن و از این راه گذر به بهانه این مهاجرین این پیسه رو و این پول رو به طالبان میرسونن. امروز ما خبر داشتیم که یک حمله در شهرستان دیر اسماعیل خان شده که نزدیک مرز افغانستان و پاکستان هست. یک حمله شده و به یه مجتمع پلیس که دست کم بی بی سی گفته بود 23 نفر از پلیس های پاکستانی کشته شدن. گفته شده بود یک خودروی پر از مواد منفجره به یک ساختمانی در اونجا برخورد کرده و جدای از این 23 تا کشته، ده ها مجروح هست که حال بسیارشون وخیمه و احتمال دادن آمار کشته ها خیلی بلندتر از این بشه. یک گروه شبه نظامی واسه به طالبان پذیرفت این حمله رو، مسئولیتشو پذیرفت و این خیلی عصبانی کرده اسلام‌آباد و سفیر طالبان رو فرا خوند. اینها چجوریه؟ آیا اون تحلیل درسته که این ارتباط اسلام‌آباد با طالب ارتباط بسیار محکمیه و اون مهاجر کردن اینها و به زور بیرون کردن مردم بازیه، بلکه میخوان پشتون‌های جنوب خط دیورند رو بفرستن بالا تا اینا به اون آرزوی خودشون که پشتونستان بزرگ هست برسه و ترکیب جمعیتی رو در استان‌های
غیر پشمونشین ترجیح بدن، یا اینکه نه واقعا طفل برگشته و پستان مادر رو گاز گرفته، اون مار برگشته و داره صاحب خودش رو نیش میزنه. چی فکر میکنید شما که خودتون هم مدت پاکستان زندگی کردید، به هر حال میشناسید اون کشور رو؟ خلاص شد سوال شما؟ بله بله جناب استاد، در این قضیه خیلی پیچیده است. ما باز نظرم این است که طالبا جدا از پاکستان نیستن، طالبا یک مامورین پاکستان نیستن، ما باید بسیار خوب میشناسیم این مسائل فقط به طالبا شخصیت دادن است. طالبا را شخصیت از مزدوری و غلامی و مثلا وابستگی که باید تعامل میخوان بکشن، بگن طالب با پاکستان رابطه خوب ندارد. قضیه تی تی پی پاکستان طالبان، قضیه جنگ، قضیه مثلا جدا است که او شما میفهمین که هندوستان مثلا فعالیت خود در پاکستان داره، مخالفین پاکستان حمایت میکنه، پول میده و مبارزه اونجا روان است. طالبات به معنای اصل کلمه یک صوبه از صوبه های پاکستان تشکیل داده، نیمه مستقلتر نسبت به پنجاب و افغانستان، اما وزرا مامورین آیس های پاکستان هستند. به هیچ صورت به هیچ زمان طالب نه مستقل شده میتونه نه از پاکستان خود جدا کردن. میمانه در قضیه مهاجری. اگر طالبات زیر نام افغانستان کشور ممکنه نداشته باشیم، باید افغانستان صوبه از پاکستان داشته باشیم که نامش همی می باشن یا نامش هم تغییر می گن. و ایره چرا مثلا پاکستانی ها را به نام مثلا مهاجر می کشن؟ یک عده هم مهاجره، دلیلش هم مثلا تحلیل قومی، مثلا تجزیه مثلا مناطق است. دوم پاکستانی ساختن افغانستان از قضیه، اصلا پشتونی ساختن به پاکستان مهم نیست و پاکستان پاکستانی ساختن افغانستان مهم است. ما نمونه های از این در اکثر دنیا داریم، مثلا در کریمی روسیه داریم، امروز در اوکراین داریم. کات است میگه صندوق ببانیم، یک روز پاکستانی ها شاید با ملل متحد بیان صندوق ببانن که شما با کشور مستقل رای میدین یا مثلا با پاکستان رای میدین. این قضایا کاملا پاکستانی سازی مملکت است که به توافق طالبا است، با مصارفی مثلا انگلیسا در این نقشه زمان پیمان بلفور که در اسرائیل در زمینای فلسطین توزیعش میخوانی، تاریخ زیر تا 48 نزد 48 میخوانی چگونه زمینه سازی شده، عین زمین سازی مقدر بر اسرائیل در افغانستان انگلیسا با دستگاه حاکمیت انجام داده که افغانستان ما چه رقم به یک زمان شبیه اسرائیل مثلا از اقوام دیگه تخلیه کنیم. این کاملا قضیه است که مدیریت شده سپاه افغانستان سازی نیست، پشتون سازی نیست، پاکستان سازی ضعیف میبینم. پاکستانی ها به این فکر هستند ما با پشتون اصلاح شده را ببریم به پشتون وحشی حکومت بکنیم. اونا پاکستانی سازی دارن به باور ما. باور ما همی است که وقتی پاکستانی را میبرن در مرزهای مثلا آسیای میانه میرسونن. این واضح است که فردا میتونه پاکستان مرزش آسیای میانه باشه. ما مثلا ترانزیت دیگر در از مسیر افغانستان تا به نام مثلا ترانزیت نداشته باشه، بتانه به آن کلاسی های میانه به منابع افغانستان خودش به عنوان یک کشور حاکم برگزار. قانون اساسی پاکستان هم به صراحت گفته که کشورهایی که قابلیت جذب داره جذب میکنه برای خود. وقتی قانون پاکستان مثلا هنوز محدودیت برای مثلا جذب جغرافیا، مثلا وضع جغرافیا را محدود نساخته، در حال پذیرش مثلا بدنه های دیگه کشورها برای خود باشه در قانون اساسی خود، کوبیدن مردم اقوام دیگر، کشتن اقوام دیگر، سران اقوام این پروژه است که میبینیم بنام فکر کشتن، بنام رهبر کشتن، بنام مجاهد کشتن، سران قومی کشتن، تا که یک کشوری باشه که مثلا بیار حقانی و اینا را به عنوان مامورین خود در اونجا جای بجای کنه و اینا پالیسی پاکستان به ساحات دیگر انتقال بدن. این انتقال سیاست پاکستان، پالیسی پاکستانی سازی به شمال و شمال شرق افغانستان است.
و این پشتون سازی هم به تبع صورت میگیره، ولی معنای گپیست که افغانستان پاکستان میشود، ملیت های در این مملکت به انقراض میرود، اینا را از بین میبرند. این هم به نفع هر دو طرفی از اینا هستند و نهایتش اینا فکر میکنند که باز ما اگر پشتونستان هم شدیم در این حالت دیگه ایش حرجی نمیداشته باشیم. خلیلزاد و اندیا برای طالبان میگه ما پشتونستان برتان میسازیم، با عمران خان هم همین توافق رسیده بودند ما پشتونستان میسازیم، تجزیه پاکستان و پشتونستان. ولی پروژه که ارتش پیش میبره با استخبارات پاکستانی ساختن افغانستان است. خلیلزاد و هندوستان پشتونستان ساختن، لوی پشتونستان ساختن بود، تجزیه پاکستان بود، ولی این قضیه ارتش و استخبارات پاکستانی ساختن افغانستان است. به عنوان آخرین سال، دار و ندار مردم افغانستان فعلا که به مقاومت شده، امیدشون به مقاومت اونها، اگر ذره نور امیدی در سینه هاشون روشن مانده به این هست که این جوانان، این مردان با تجربه که تجربه کردن روزهای سخت رو، بلدن چطور این سرزمین رو از این گرداب ها بیرون بکشن، دوباره برگردن و اون سرزمین رو رها کنن از این موجوداتی که برش چنبره زدن. با این نگاه شما فکر میکنید انشاءالله جبهه مقاومت که روزی برسه به این هدف، سوالو اینطوری مطرح بکنم، برای رسیدن به این هدف نقاط آسیب پذیری در جبهه میبینید؟ آیا مثلا فکر میکنید جنگ قدرتی وجود داشته باشه در جبهه؟ آیا دلتون میخواد چی بگین به مخاطبان ما درباره جبهه، یا دلتون میخواد به خود اعضای جبهه چی بگین، نصیحتی چیزی بکنید؟ مردم آیا نگرانی نداشته باشن از اینکه در خود جبهه مشکلاتی هست و این مشکلات ممکنه که باعث بشه اونها رو از مبارزه منحرف بکنه؟ نمیدونم، هر گفتنی دارید. در این پایان نتونستم سوالم رو منسجم بپرسم، مشخصا میخوام بدونم اگر شما نقاط آسیب پذیری رو در جبهه مقاومت میشناسید و میدونید و نگرانش هستید، بر بشمارید و بفرمایید که اونها چیه و چه اندیشه‌ای برای حلش شده، چه توصیه‌ای برای حلش دارید. حالا اگر چیزی فهمیدید از این مجموعه گفته من، بفرمایید به عنوان آخرین سوال و آخرین بخش صحبت‌های امشب. تشکر جناب محترم. اولا مقاومت یک امر انکارناپذیر است، خواست مردم است، نیاز مردم است، ضرورت عقلی شرعی و نیاز جدی مردم است. دو، و از مظالم طالبا هر روز واجبتر می سازه مقاومت به مردم، جنایت طالبا واجبتر می سازه، فرضتر می سازه این وظیفه را به مردم. مسئله سوم، وقتی مقاومت میگیم، مقاومت به عنوان یک جریان منسجم وقتی در ذهن بیاریم، یک جریان منسجمه که دارای نظام، رهبری و تمام ادوات فعالیت کاری باشه، از اندیشه اسلامی آغاز بشه به راه و روش مثلا اعتدالی که در خط اعتدال و شرف و عزت اسلام قرار میگیره. این نیازمندی چند تا امر مهم است. یکی اساسی ترین امر مهمش است که باید جریان مقاومت مبتنی به عقیده و تسلسل مقاومت اول با پا و پای مقاومت اول با اعتقاد اسلامی مردم امان مشکل ندارن، براستی، واقعی، صمیمانه و همدلی نیاز داره مقاومت. یک سازمان در خانه به خانه خواهش در خانه و شهر و بازار و دی و قریه نباشد، او به جای نمیرسه. مقاومت و سازمان و حرکت به جای میرسه که به خانه به خانه مردم اواخای یزی اصارگر و که علی سیاست هستن
زنده باشید. صدا قطع شد یا صحبت تمام شد مولوی صاحب؟ چون من تصویر شما رو ندارم. نیست کلمه باشد تمام بدنهای جامعه کناری هم قرار بگیره، خانه به خانه و دی به دی و شهر به شهر، همسویی و هواخواهی و مقاومت همکاریش بالا بره. چهارم مسئله بری است باید و ضرورت ها را به هر قیمتی میشه و مشروع پیدا کنه در اختیار مثلا جریان قرار بده. خوب در جامعه ما مقاومتگرای ما الحمدلله داره، گرچه از بعضی جاها فتنه های بروز میکنه و اخلالگری های میشه، جای مقاومت، طرفداری مقاومت، حمایت از مقاومت، انگیزی درون خانه به خانه و جوانای ما به مقاومت بسیار کل است. اتحاد سیاسی ما الحمدلله چندان بد نیست. یک تعداد کمبودی ها وجود داره، همی هم به اکمال علاق داره که چقدر میتونن خود در لیست مثلا انسان های باصفا و همسو با مردم قرار بدین و مشروعیت داخلی و بین المللی مقاومت در سطح بالا است. سلسله مشروعاتی که در تشکیل است باشه اینا برداشته شود، به اصلاحات برود. ما مطمئن هستیم که هم اصلاح میشه و از این حالت میمونه. 3% بیشتر شارژ هم نمونده. یک سال کوچولو دیگه هم داشتم دیگه میمونه. بسیار محبت کردید، میدونم چقدر سرتون شلوغه، به من لطف داشت. یک گپ کوچک دیگه ای من داشتم با مولوی صاحب، خیلی خوب صحبت کردن، لایو خوبی بود، امیدوارم که به استفاده کافی برده باشید. شیر کنید، خواهش میکنم که کانال یوتیوب ما رو، پیج اینستای ما رو معرفی بکنید. چیزی کردن لایف ها انتظار بیشتری نداریم، امیدوارم که بتونیم اونچنان که شایسته شماست برنامه های آزی باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون در هر کجای جهان که هستید. خدا نگهدار.